و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک داور مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یواش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیرم. با سپاس از همه خانم و آقایونی که همچنان نگهبانان سنگر ایران آریایی هستند، شخصا از همتون تشکر میکنم. خیلی خیلی از همتون ممنونم که تنها سنگر باقی مانده، اینا رو جنبه تبلیغ نمیگم، خدا رو شکر دیگه حالا خودتون دارید برای من مینویسید، که تنها سنگر باقی مانده در برابر فرقه تبهکاران، در برابر جمهوری اشغالگر اسلامی، سنگر ایران آریایی است که نه با پاسدار تبرزدی، نه با تجزیه طلبانی چون علی تجزیه و نه با سایر اراذل اوباش مثل بنیانگذار اطلاعات سپاه ضد ملی پاسداران یا مش تروریست به نام محسن ملخ، نه با یه مش حقباز دروغوی بی سواد تودهی مثل عباس شاخان و نه با سایر
لای و لجنهای اجتماع که باعث این بدبختی و این مصیبت ملی شدن مصاحبه نمی کنه و این افتخار این سنگره و نشون داده که روی دوش ملت ایران، روی دوش مردم ایستاده و خدا رو شکر تا چشم دشمنان ایران آریایی کور بشه و امیدوارم که همه تون به تیر غیب گرفتار بشید. هر روزم داره به طرفداران تلویزیون با همه پارازیتی که میندازن، با همه مکافاتی که برامون درست میکنن، اما از طرق مختلف بچه ها دارن زحمت میکشن، رادیو اینترنتی درست کردن، از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، هر طوری که دم دستشون باشه بچه ها دارن برنامه ها رو مستقیم پخش میکنن. که مهندس هم از طرق مختلف سایت این ور اون ور هر کاری که دستشون بر بیاد دارن برنامه رو برای شما پخش میکنن، ضبط میشه و من خیلی ممنونم از همه بچه هایی که زحمت میکشن، همه همرزمان در فرمات مختلف و پخش میشه. منم اینا که به من میگم میذارم تو کانال. به هر حال همه داریم دست به دست هم میدیم، چون کسی رو که نداریم خودمون دست به دست هم میدیم و داریم مبارزه میکنیم. دممون هم گرم، تک و تنها، بی کس و بی پناه، بدون اینکه وابسته به پولهای این سفارتخونه و اون وزارتخونه و این آبدارخونه و اون نمیدونم قهوه‌خونه باشیم، داریم میریم جلو و بلایی بر سر جهان آوردیم که کاخ سفید با همه اون اهمتلوپش دیگه خیلی وضع خراب شده، موندن دیگه چی رو ببرن چی رو بیارن. از یه بلمشوی شما ملت را انداختیم تو وزارت امور خارجه امریکا و تو تبیلی شماره ده و کرملین رو با آتش کشیدیم. آفرین به ملت ایران که گفتم مردم غیر قابل پیشبینی. یه ملتی هستیم که هزار ماشاءالله هیچ وقت تاریخ نتونست بفهمه بالاخره ما چه سردمون میشه که گرمون میشه. خدا رحمت کنه کوروش بزرگ و کوروش هم نفهمید که این ملت که این سردش میشه که گرمیش. به هر حال سپاس از همه شما خانم آقایون و لطف محبت بفرمید، تلفن بزنید به جناب مهندس یواش گرامی و همچنان سنگر ایران آریایی، تنها سنگر باقی مونده رو عرض کنم حفظ کنید. خیلی هم ازتون ممنونم در طول این مدت همیشه شما یار و یاور سنگر بودید. از همه شما همرزمان عزیز در سراسر جهان بی نهایت سپاس گذارم. عرض کنم در رابطه با اینم که برنامه الان برای من سریع پیام اومد آقای احمدی چرا شروع نمیشه، بچه یه مقداری صبر کنید، اینا کاره و یه برنامه یه رو اشکال فنی بوده چیز شده اینا. اگر مطمئن باشید اشکال خیلی بزرگ باشه من تو کانال سریع خبر رسانی کنم. برحال ببخشید دیگه اینطوری پیش میاد و بعد ساخت دیگه با همین مشکلات بعد ساخت. حضور شما عرض کنم که این شب من به اشتباه خیلی ازتون معذرت میخوام، خیلی خیلی ببخشید. به خصوص بچه های ایران میگن ما نمیدونم بسته اینترنتی میخریم، حالا من نمیدونم این جریان بسته اینترنتی چیست، ولی به هر حال من خیلی ازتون معذرت میخوام که ساعت برنامه دیشب رو من یک ساعت اشتباه نوشته بودم. عذر میخوام به حساب دیگه خستگی و به هر حال منم اشتباه کردم برای نوشتن، بازم ازتون پوزش میخوام. 8 شب همین موقعی که برنامه شروع میشه در ایران آریای جمعه ها، همون موقع هم در حساب تلویزیون فارس اسرائیل، 8 شب آلمانی که میشه 10:30 شب ایران، به هر حال پوزش میخوام اشتباه از طرف من بود. اما حضورتون عرض کنم چون داریم در دهه زجر هستیم، گفتیم به بهانه دهه زجر همه حرفامون هم بزنیم و ببینیم که چی شد این بلای آسمانی که بر سر ما اومد. این چی بود آخه؟ چطوری امکان داره یک پادشاهی که 37 سال زحمت کشیده، ما نمیگیم اشتباهاتی نبوده، آقا هر کسی که در هر کشوری زندگی میکنه، شما رو به شرفتون سوگند، در کشورهایی که شما دارید زندگی میکنید آیا در اون کشورها اشکالی نیست؟ من تو همین آلمان که دارم زندگی میکنم اشکال نیست. اینجا خانم مرکل در طول این 16 سالی که صدر اعظم آلمان بوده همه کاراش درست بوده، وزراش اشتباه نکردن، چند تا وزیرش تا حالا خلاف کردن، از هلیکوپتر دولتی به عنوان هلیکوپتر شخصی استفاده کردن، از ماشین دولتی به عنوان ماشین شخصی استفاده کردن، دزدی کردن، نماینده مجلسشون به جرم اختلاس عرض کنم پای میز محاکمه کشوندنش، در حزبش چه
کسافتکاریهایشو چه جنگولای بازیهایشو. طبیعیه یه مملکت یه کابینه وقتی تشکیل داده میشه توش دوز هست، جاسوس هست، آدم بد هست، آدم خوب هست، آدم میانپرست هست، آدم زحمتکش هست. خانم مرکل هم مثل همه انسان های دویه کنیزم این هم اشتباه کرد، این هم درها رو باز گذاشت، یه مدبه یه میلیون نفر با کشیده امریکا و مجموعش رو وارد کشورش بکنه از سوریه. آن میگن یه میلیون بیشتره، فقط یه میلیون اومد تو آنبور. بعد این در مورد کرونا اینا هم دروغ گفتن، اینا هم اشتباه کردن و خیلی مسائل در مورد مسائل اقتصادی میگفتن آقا پول دیگه نداریم، پول بیکاری بدیم، دیگه نمیتونیم پول فلان چیز رو بدیم، بعد اینو ببریم بالا، اونو بعد گرون کنیم. خب اگه شما پول نداشتید بعد چطوری الان 7-8 ماه مغازه ها رو حیوان میکنید میبندید؟ بعد میگید اصلا ناراحت نباشین، ما یه سال دیگه بس میشه، ما پول داریم بهتون بدیم. خب بس پدر تو دروغ دارید میگید. دیگه شما به دروغ خود آلمانی ها که این دیگه به اصطلاح بدترین جرم در آلمان که یکی بگن که این دیگه کار خلاف قانونی است و کاری مثلا دست بردن در اسناد دولتی است و خیلی غیر قابل بخششه، این چیز به تروکه بهش میدن. برحال شما هم این ملت رو بهش دروغ گفتید و این طبیعت سیاسته، سیاست یه رود راست و شکمش نیست. بنابراین خب پادشاه مملکت ما هم اونم تو جنگ سرد، اونم یه انسانی که از دل یه حزب که نیومده پادشاه بشه، شاهنشاه آریامهر که مثلا از حزب سوسیال دموکرات، از حزب چپ نمیدونم فرانسه، از حزب نمیدونم کمونیست شوروی، از حزب نمیدونم دهقانی چین، از حزب نیومده بوده. پدر ایشون یه سرباز مملکت بوده، با زحمت خودش، با کوشش، با تلاش، بدونی که دزدی کنه، بدونی که مال مردم خوری بکنه، اینا خودشو از سربازی رسون به سرداری، از سرداری هم رسید به پادشاهی. اینا این 5-6 سال فرصت داشت یه چیزایی به پسرش یاد بده که آقا جون راه و رسم مملکت داری اینه، ایرونی ها اینطوریه، لور اینطوریه، کرد اینطوریه، بلوچ اینطوریه، یه چیزایی هم ایشون جست و گریخته این برانور یاد گرفت و یه هوش ذاتی هم خودشون داشتن و 5-6 سال هم سفر به اصطلاح تحصیل در سوئیس و یه مجموعی دست به دست هم داد یه جوان 22 ساله خام رو ازش یه پادشاه ساخت که بازم خدا رحمتش بکنه روان شاد تو اون بدبختی، تو اون بیچارگی بلند شد رفت تو مجلس شورای ملی. مملکت اشغال، تانکای روس و انگلیس تو خیابونا، ارتش روس و انگلیس تو خیابونا، ملت تو فقر، انبارا رو همه رو گرفتن، امنیت از بین رفته. یه 4 تا تیر تفنگ که رضا شاه بزرگ درست کرده اونم زدن، پدرم هم که در آوردن، 5 تا هواپیما داشتیم اونا رو هم زدن، فرودگاهی هم که نبود یه 2 تا فرودگاه اونا رو زدن، بندرگاهمون زدن، کشتیامون رو دزدیدن بردن هندوستان از بندر آبادان و خرمشهر. یه 2 تا کشتیام که رضا شاه با بدبختی با مالیات یه قرون درشه 2000 خریده بود اونا هم دزدیدن بردن. بعد هنوز تو مملکت جاپای قجرها صفت باشده بود، یه سری لاشخور مثل مصدق، مثل باند نوری، باند نمیدونم کاشانی، خمینی، آخوندا، تودهی ها، بازاری ها، گردنکش ها، راهزن ها، اونا هم ترس رزاش ها خط به خونه مرگ گرفت بودن. بعد رزاش ها هم که مثلا 40 سال پادشاه نبوده که ریشه اینا رو بسوزونه، بابا 16 سال شاه بود، تو 16 سال که نمیتونست ریشه اینا رو بسوزونه، با چک و لگد و با مشت اینا رو سر جاشون نشون. یه همچین آدمی اومد به پادشاهی ایران رسید با بدبختی، واقعا با از هیچی، از هیچی یه مملکتی صاحب که تمام دنیا اومدن گفتن بابا دمت گرم، تو این همه ما تو رو اذیتت کردیم، ترورت کردیم، بگذر پاد انداختیم، نخست وزیر رو تو ترور کردیم، نمیدونم داعش رو خواستیم بکشیم، اون یکی رو با چپ کوبونیمش به در دیوار، اونو کشتیم، اینو کشتیم، شخصا بخواستیم برای کودتا بکنیم، مصدق رو انداختیم به جون جریان نفتاتیم. بابا خیلی دمت گرم که هنوز تو اومدی واسه جلو آرامگاه کوروش بزرگ، بعد ما رو آوردی نشوندی توی چادر وسط بر بیابون، بعد به همه اون میگی که نگاه کن ببین، به این میگن عظمت تاریخ. دیدی؟ ندیدی؟ آقا نفر بعدی بیاد، هخامنشی هم بیان، بازم ندیدید؟ آقا بیان ساسانیان بیان، آقا بیان اشکانیان بیان، آقا بیان همه تون بیان، حالا بعد حمله تازیان بیان، نگاه کن سلجوقیان رو نگاه کن، صفویان رو نگاه کن، غزنویان رو نگاه کن، افشاریان رو نگاه کن، اینا تاریخ داره جلو چشم پور شده داره میره. حالا همه اینا دیدیم؟ بازم ندیدیم؟ حالا پهلوی رو نگاه کن، بهم میگن سپاه دانش، بهم میگن سپاه ترویج آبادانی، بهم میگن سپاه بهداشت، بهم میگن نیروهای هوایی، بهم میگن ژاندارمری، بهم میگن زنان پلیس، بهم میگن
مردان موتور سوار پلیس دیدی چی ساختن؟ این درز 30 سال اینا رو ساختم و بعد شما که اینجا نشستید میدونید من چه مسیری رو رفتم و خود شما ها بم انداختین تو ماشینم و نمیدونم ما رو انداختین تو اتاق خوابم و بعد اون رو آوردین گفتین برو اونجا و بعد به این گفتین برو اونجا و بعد به اون گفتین نرو اونجا شما کردین اینا رو بعد دور و برم هم مثلا فرض بفرمایید شیر پر گر اینا نبودن دور و بر من هنوز تو خودرگاه قجر بودن قوام و سردنه و علم و میگه اون یارو رزمارا و اینا دور و برم بودن تازه از اونا ببین چه آدم حسابی هایی ساختن که هر کدومشون اومدن به هر حال قبول کردن که مثلا همکنشون خدمت کنن چون هر کسی که از قجر وارد پهلوی شد یه مش دوز وارد پهلوی شده بود ما مملکت از دست یه مش میهن پرست که نگرفتون مثلا پشت سر پهلوی که هخامنشی ها نبود که پشت سر پهلوی قجر بود قجری که بود همه تریاکی و شیره ای و دوز و وابسته و سردر خونه هاشون هم یا بیرق روس بود یا انگلیس همه هم میرفتن تو سفارت انگلیس ها آش میپختن تازه در بهترین حالتش مشروط خواهاش بود آخه چرا اینقدر نشستین در علیه این بنده خدا ریچیدین و چرت پرت گفتین شاه مشروطه نیست شدی شاه قلدر کدوم شاه قلدر خب مملکت به دست شما سپرد تا سال 32 زنین پدر رو مملکت در آوردین کاری نکردین تو روزنامه هاتون آقا مدارکش از اسنادش هست دارم راجع 50 60 سال پیش صحبت میکنم تو روزنامه هاتون فقط داشتین به هم دیگه فحش میدین خودتون به خودتون فحش میدادین تو مجلس چند دفعه افتادین به جون هم دیگه چقدر باند مصدق افتاد به جون باند توده یا باند توده یا با شما افتادن چقدر تو کوچه بلن و توی لاله‌زار همدیگر زدین همین داروش فروهر گور به گور شده چماکش مصدق خودش داره میگه ما بارها درگیر بودیم با توده‌ای ها که میخواستن چیز کنن دکتر مصدق را از خطش انحراف بدن چه انحراف نظر خودش مرگی منحرف بود هم انحراف جنسی داشت هم انحراف اخلاقی داشت مرگی شیده این چرا داریم برفلا میگین چرا داریم مزخرف میگین چرا اینقدر عادت داریم ماله بکشین از بس دروغوین از بس فاسدین فساد اخلاقی دارین همه تو فساد مالی دارین هیچ کدوم تو سالم نیستی من یه مصدقه سالم نمیشناسم اگه ملت شما میشناسید اسمشو برای من بیارید سالمتون بختیار بود خدا وکیلی دروغ چرا سالمتون بختیار بود که اونم همه میدونن بختیار عضو زیر چتر پوشش سازمان اطلاعات امنیت فرانسه بود از در پشت انگلیسا کمکش میکردن کدوم مصدقه ازش که دومش به لندن وصل نباشه یکی دوتا آدم حسابی هم توی شماها بود که اومد به سمت دولت هر چه دهنتون در اومد بهش گفتین مثل زنده یا دکتر صدیقی بوده صدقی گفت مردش رو قیافه رو تو خونه داروش گروه ها گفت من میخوام برم نخست وزیری شاه رو قبول کنم و بهشم پیشنهاد بدم که علازت کشور شما ترک نکنید از لفظ علازت استفاده کرد در حضور همه رفقای جبهه ملی که فروهر گفت شما دارید به بی اثر جنازه من رد بشه اینو دست فروهر چماکش رو پس زد خودش نمیشه تو خاطراته گفت برو کنار آقا مملکت داره از بین میره چرا نشستین دور هم دیگه دارین بدبلا میگین آخون داره میاد تو ایران آقای مصدق مگه با آخون رفیق بود این جمله شه بعد زنش از بله ها داره میاد پایین زن فروهر همون پروانه اسکندری همونی که مصدق این دوتا رو به عقد هم داره برو خود بشون و خون خود به داروش فروهر و پروانه اسکندری کی خون مصدق خون تو احمد آباد که گفت واقعا در خدا در تخته رو به هم چسبونده فهمیدین دوتا چه چموش فلون فلون شده ایه که از اون بالا زنه عربده میکشه میگه که آقای صدیقی شما اگه برید نخست وزیر شاه رو قبول بکنی داری به بچه ملی ضربه میزنی میگه خانم من وجاهت ملی رو برای سر قبرم میخوام مملکت داره نابود میشه چرا نشستین دور هم دارین تریاک میشین پرتبلا دارین میگی اون یه دونه آدم حسابی توی شماها بود ما هم همیشه ازش نام بردیم گفتیم خدا رحمتش کنه هیچ وقت پست دولتی نداشت همیشه مخالف شاه بود توش تو دانشگاه تدریس میکرد نون خودشو در میآورد هیچ وقت هم نرفت نه تو دربار نه دست بوزید نه دولا شد نه راست شد پاشدم رفت دربار با اعلیحضرت من حاضرم نخست وزیر میشم به شرطی که شما کشور ترک نکنید که اعلیحضرتم قبول نکنه گفت من باید برم چون اگه نرم ایران میشه ویرانستان تیکه پارش میکنه برادرکشی میکنه به هر حال بس شما اومدید دارید یه اتهاماتی رو هنوز بعد 40 سال دارید میزنید و تصور میکنی هنوز دوران تیغلی شاهه و دیگه مثلا ما لال شدیم ما مردیم ما دیگه نیستیم دور افتاده دستتون نشستین جلو دوربینا پول مفته که از لندن داره به دستتون میرسه مخصوصا این لگن فروش دوز پول همینطوری کامیون کامیون داره واسه شون میرسه اه 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 اه. نشستن تو روز روشن یارو چیز تجزیه طلبه با 100 تا آیدی میاد توی اینستاگرام فوش خوار و مادر به بچه های میان پرست میده یکیشو امروز بچه ها برای من کش کردن گوشتمش تو کانال
فوشای رکیک بده یا رهلی تریزه یه تن علش بی سواد مرکه احمق و تو بره بگی که یکی از بزرگان اپوزیسیون میگن یارو رو به ده راه نمیدادن سراغ خونه کرد خدا رو میگرفت مردی که ملت داره تو تره خورده میکنن منتظرن با چوب و چماق بزنن فکر تو خون کنن بعد تو رفتی میگی یکی از بزرگان اپوزیسیون مثلا خود چه پخی هستی که این بزرگ اپوزیسیون باشه دور افتاده دستتون دارین هر غلطی دارید میکنین و دیگه فراموش کردید که نه هنوز جا پای پهلوی هست بذارید من یه چیزی بذارید به این دشمنان پهلوی بگم بذارید آب پاکی بزنم رو دستتون رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین تیر خلاص را بر مخ انگلیس و روسیه زد تموم شد ممر و لولو برد برین دنبال لولو بگردید که چرا ممر رو برد آره از من سراغش نگیرید از لولو سراغش رو بگیرید و رضا شاه بزرگ یک بذری رو در ایران کاشت که با هیچ بلدوزری با هیچ تانکی با هیچ بمب اتمی نمیتوانید این بذر رو دیگه از بین ببرید تمام ایران رو رضا شاه بزرگ بذر ریخت نه فقط تو تهران و دم کاخ رضا شاه بزرگ وایساد بالای دماوند این بذر رو پاشید تو تمام ایران از سلسله جبال البرز بیا برو تا زاگرس پخش کرد این بذر رو پخش کرد تو ایران تو زاهدان 100 تا میهن پرست هست تو زابل 200 تا میهن پرست هست میری اون طرف تو خرمشهر 1000 تا میهن پرست هست میری این طرف تو شیراز 10000 تا میهن پرست هست میری تو اصفهان 40000 تا میهن پرست هر جا میری میگن رضا شاه روحت شاه جلو کدومشون رو میخوایم بگیریم شهر مذهبی قم که این مهر ننگ خورده به پیشانی این مردم نگونبخت اومد تو خیابونا گفت پهلوی 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 قم که مرکز واتیکان جمهوری اسلامی چیز پایتخت شیعیان اصلا حشره است حشره چیه یارو شیش انگشتیه شیش امامیه چیه یارو اونجا گفتن پهلوی 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 تو مشهد بغل گوش اون یارو کف دروازه بچه های مشهد بچه های ابو مسلم نوادگان فردوسی بزرگ وایستدن جلو همون مسجده که صدای نالش هنوز داره میاد با کشیده های رزاشا گوهرشاده چی چیه اون یارو مسجده فریاد زدن رضا شاه روحت شاه تو خرم آباد که مواد مخدر رو پخش کردید تو اون منطقه زیبای لرستان تو خرم آباد فریاد می زدن پهلوی کجایی به داد ما بیایی در همدان مرکز که تبدیلش کردیم به مرکز لابراتوار سازی هروئین سازی فریاد جاوید شاه جاوید شاه تمام همدان رو داشت می لرزون بابا طاهر رو بلند کرد ابن سینا رو بلند کرد عارف قزوینی رو بلند کرد عشق ریخت تو اومد تو چشای عارف که گفت واقعا باریکلا از خون جوانان وطن لاله دمیده کرموشا رو کشوندنش به هروئین و به بدبختی و به بیچارگی بچهای کرموشا دیدید بسیجی‌ها رو چجوری می‌زدن داد می‌زدن گفت شلوارا که شلوارا که شلوارا پای بسیجی تو روز روشن در آوردم از خیابون اینو بهتون گفتم که بدونید نمیتوانید ریشه اهواز اهواز فریاد میزد جاوید شاه جاوید شاه پهلوی پهلوی خلق عرب خلق عرب خفه بمی تو شهر مهابات تو سقز تو بانه فریادای جاوید شاه جاوید شاه کور که نبودید که بیش از 120 شهر و روستا فریاد میزد شاهنشاه روحت شاد رضا شاه روحت شاد شما خیلی تموم شد سیرک بود میدی تو فروختن اومدن یه چیزایی گفتن رده چپیدن تو خونه ها تو بمیری 3 سال بچه ها دارن تمرین میکنن شما خیال کردید این ماهایی که نشستیم جلو دوربینا ماهایی که تو خارج از کشوریم مثلا مشروطه خواه ما فقط مشروطه خواهیم مثلا تو ایران ما مشروطه خواه نداریم مثلا اونا به حرف من گوش کردن گفتن رضا شاه روحت شاه بچه ها دارن سازماندهی میکنن سازماندهی شده ابلها من که نمیتونم بیام همه چی رو برای شماها بگم اصلا دلیل نداره بگم مگه رضا پهلوی وارث تاج و تخت شاهنشاه ایران مگه نگفت من دیگه با خارج نشینا کاری ندارم یعنی خیلی مؤدبانه 180 درجه چرخید گفت هدف اون توه من با اون تو کار دارم من با تو ایران کار دارم من دیگه با شما کاری ندارم بابا خستم کردین انقدر زدین سر کلم دیگه حسن میره حسین میاد این شکایت میکنه بابا دفتر من شده دفتر شده کلانتری 8
هی میان شکایت میکنم بابا من اینجا کلانتری و اینجا دادگستریه، به فکر مملکتتون باشین، به ایران بیان نشین، یه مش تلویزیون فکستان جمشین دور هم دیگه به هم دارین بعد ایران فوش میدین. من اصلا نه من میخوام بکشین وسط، به من چه مربوطه؟ هر غلطی میخوایم بکنیم بریم بکنیم، برین انقدر بزن دوست سر کلام دیگه تا بمیری. آقا نمیفهمید اون تو چه خبره، خوابی از بس کور شدین چشاتون پول انگلیس و CIA و موساد و همه تون نوکر شدید بدبختا، تا خرخره تو لجن رفتین، هیچ جوری هم دیگه نمیتونن درتون بیار، اصلا دیگه به هیچ طریق هم در نمیان دیگه از تو این لجن، تازه درم بیاری، اصلا ما زحمت هم بکشیم مثلا لجن فروش دوز از تو این لجن بیاریم بیرون، فلون فلون شده با چه آب زمزمی ما تو رو تمیزت کنی، 60 دفعه ما برد ببریم تو رو تو استخر درت بیاریم، استخر به لجن کشته میشه، تو هنوز لجن در ازت میریزه. نگاه کن الان یه علی منقلی یواش یواش داره مؤدب میشه، ببین چقدر قشنگ دست و پاشو جمع کرده، چقدر مؤدب شده، کشیده ها اثر کرد، آدم شده دیگه، چقدر بزنم تو دک و پوزت، فک کچکی شده دیگه، یه وری داره چرا دور میشینی در بداخونه دوزاری. رضا شاه بزرگ بزم و کاش، تموم شد اون بلایی که قرار بود بر سر انگلیس ها بیارن، رضا شاه آورد، تموم شد. میدونید چرا انگلیس ها اینقدر متنفرن از رضا شاه؟ انگلیس ها اینقدری که از رضا شاه متنفرن به اون اندازه از شاهنشاه آریامان متنفر نیستن، چون رضا شاه قمر و شمشیر رو از رو کشید، قرارداد 1919 رو جلو چشم سفیر انگلیس، نه پارسال نه پیرارسال، 100 سال پیش جیگر میخواست کسی تو منطقه به بریتانیا بگه بالا چش دبروه، جلو چش سفیر انگلیس قرارداد 1919 رو پاره کرد ریخت تو آشغال دونی، گفت این پدر سوخته رو بزنش بیرون، پدر سوخته. من ممدلی و چرتلی و اون یارو الدن گفت اون یارو شلنگ نیستم، من رضا شاهم، شاهنشاه ایران، پدر سوخته، دفعه دیگه خواستی اینجا باید وقت بگیری، من کویله سرت انداختم پای اومد اینجا، سفیر انگلیس رو با چک و لگد انداختم بیرون، سفیر انگلیسی که تا 3 سال پیش نخست وزیر تعیین میکرد تو ایران. رضا شاه بزم و کاش، این بزم رو ریخت، تموم شد. شاهنشاه آریامهر اومد آبیاریش کرد، یه دونه از این آپاچا گرفت ازش، گفت خب حالا برم دور ایران بگردم ببینم این بزرایی که پدرم کاشته این بعد بهش آب بدی دیگه، این همونطور که فقط نمیگه بزر رو کاشتی، که آبیاری کرد. اون آبیاری که محمد رضا شاه پهلوی شهریور 1320 کرد، ثمره شده درختایی که امروز 60 سالش اون درخت، 70 سالشه، 80 سالشه. درخت 80 ساله رو با چی میخوای بندازی؟ بعد چند تا نمیخوای بندازی؟ یه ایران درخت میهن پرستیه، 80 میلیون ایرانی چپ میرن راست میان میگن خدا اون پدر پسر بیامرزه، دیگه علنا آخونده میره بالا منبر میگه بابا زمان اون خدا بیامرز ما مسلمان بودیم، الان نیستیم، اسلامو به مسخره گرفتن، دیسکو رو انداختن تو چیزا، بابا کجا وقتی ما میرفتیم هیئت کجا دی حرفا بود؟ عزاداری راست‌راستی عزاداری بود. تو میفهمیدی تو یه هیئتی هستی، یه جایی هستی که داری برای یه یاروی داری گریه میکنی، واقعا یه فضای عرفانی، یه فضای روحانی، یه فضای مذهبی حاکم بود، حس میکردی اصلا واقعا سبک میشدی، مسخره بازی رو انداختن، هی آهنگای هایده و محسنی رو دارن میخونن. بابا به قول رضاخان فاضلی روان شاد استاد فاضلی فرمودن آیین خدا را که زدی چوب حراجش، آیین خدا را که زدید چوب حراجش، ارزان تر از آن شخص خدا را ما فروشید. شما خود خدا را فروختین جیبش هم زدین. هنوز بعد 40 سال نشستن خارج از کشور، شاه دیکتاتور بود، بعد از 32 حکومت میکرد و سلطنت میکرد و بدجوری سلطنت میکرد، شاه مشروطه نبود. خب مردشون اون قیافتون رو ببرن، مردشون اون لب و لوچه تریاکیتون رو ببرن که هر مصدقی را هر کدومتون رو بچلونی 6 تا کامیون شیر و تریاک ازش میاد بیرون، مثل این همایون چیچی منش، تنلش منش، مردشون رو فک قیافه همه تون رو ببرن از اون الاغ خراسان تا بقیه اراذل و اوباشتون رو لگن فروش دوز. مگر مملکت از شهریور 20 تا 1332 شاه نداد دستتون؟ چه غلطی کردین؟ چه پخی بودین؟ تون از 20 تا 32 جز فوش خارمادر و جز فخا شد و جز چاقو کشی که خود داریوش فرقت داره میگه ما فقط بزن بزن میکردیم، خود فلون فلون شدهش داره توی کتابش مینویسه،
تو خاطراتش از 32 تا 1357 که مملکت افتاد به قول شما به دست شاه دیکتاتور، از 32 تا 57 مگه کورید؟ مگه ندیدید از 32 تا 57 مملکت رو به کجا رسون؟ 22 میلیارد دلار ذخیره ارزی، مگه شوخیه؟ 22 میلیارد دلار همین الان میدونین چه رقمیه؟ ما اینو 1978 داشتیم، دلار رسون به 6 تومن 8000 6 تومن 68 ریال میدادی یه دلار میخریدی. پوند رسون به 13 تا 1 تومنی، 2 تومن 20 ریال میدادی یه مارک گرفتی. آلمانی که 5 تا شرکت اتومبیل سازیش تو دنیا زیر پای هر کی ببینی یه بنز و BMW و آودی و گلف و چه میدونم فاوه و فورده. ما معلوم ماشین نداشتیم. آخه شرافت اخلاقتون کجا رفته؟ مملکتی که 18 19 تا دانشگاه داشت، تمام دانشگاهاش معتبر بود در سراسر جهان. شما لیسانس دانشگاه تهران یا هر دانشگاهی میشدی تو جهان میادی بنزی یه لیسانس بود برخورد میشد. پنجمین ارتش غیر اتمی جهان رو داشت. یه سازمان امنیت و اطلاعات فوق العاده مرتب و تمیز داشت که حافظ امنیت داخلی مملکت بود و مواظب جاسوسان خارجی. با بیش از 90 کشور جهان روابط 100% حسنه داشتیم ما. الان رفیق ما کی شده؟ طالبان، اوگاندا، شیعیان لبنان، اینا رفیقای ما شدن. شیعیان جنوب سودان. بابا یه آخه من باید یه چیزی جلو چشمم باشه مقایسه کنم. هر انسانی احتیاج به یه الگو داره. من اون موقعی که بچه بودم میرفتیم امجدیه، بعد خیلی دوست داشتم همیشه مدافع بک بازی کنم تو فوتبال. چشمم همیشه رو بازیکنای مثل ابراهیم آشتیانی بود، رو جعفر کاشانی بود، خدا رحمت کنه هر دو بزرگوارو، یا خیلی دوست داشتم مثل مسیح مسیحنیا بشم، بازیکن پرسپولیس کاپیتان تیم جوانان بود. و همیشه وقتی میرفتم چشمم روی بکا بود، رو دفاعها بود. و بعدا که بزرگتر شدم خیلی دوست داشتم یه روزی بشم مثل استاد حسین کازرانی که از بکای نام صاحب نام فوتبال کشور اون بود، انجام خدمتشون عرض ادب میکنم. خب بعد الگو میداشتم، بعد یه نفر الگو میشد که من بتونم وقتی میرم تو زمین ادای اونو در بیارم شماره 5 بپوشم. خب ما الگویی نداریم. ما چه الگویی الان داریم که شما اومدین نشستین برای خودتون میگین دولت در تبعید؟ با چه الگویی؟ کی الگوتون؟ یه مثال ساده ورزشی من براتون زدم. بابا کور که نبودی. ما یه الگو داشتیم قاجاریه، یکی داریم پهلوی، یکی هم که الان شده جمهوری اسلامی. بعد شما اومدین میخواین یه چیز هچلفتی از خودتون در بیارین و بکنین تو ارغوم ملت. چرا؟ چون نوکرین، چون جاسوسی، چون عاملید. از اسمال بزاز تا زن شکو بچه دوز، اون زن بچه دوز داشت تا بقیه عرازل و اوباشتون، همه تون عاملید. یا این مثل حسین دوزاری لاجوردی یه خونه انگلیس براش خریده توی پاریس 1.5 میلیون پوند. خونه نه، قصر. یه قصرم تو لندن براش خریده، لقب سرم داره، هنوز جرأت نمیکنه عنوان کنه. بعد اومده میگه من انجمن پژوهشگران پژوهش پشمالوی پژوهش، همرم ول کرده گوشه که فقط گریبان علیزاده رضا شاه دومو گرفته. شاهزاده من رفیق منه، دوستیم با شاهزاده، بالاخره شما تکلیف خودتون روشن کنه، یا رهبریت انقلاب دست بگیرین یا شاه بشه. تو رو سن نه، اصلا نمیخواد شاه بشه، به تو چه؟ من تو فضولی. اگر قرار به دعوایه ما باید با این آقا دعوا کنیم. تو رو سنن، من تو فضولی. این آقا نمیخواد شاه، نمیخواد رهبر بشه، نمیخواد شاه بشه، اصلا میخواد بشینه صبح تا شب تو خونه‌اش کباب بخوره. من تو فضولی مرد که بخواد اینکه جاسوسم. هدف فقط زدن پهلویه، دستوره. پهلوی رو بزنید هر طوری هست، ریشه پهلوی رو بزنید. دستور داره، لگن فروش دوز دستور داره، علی منقلی دستور داره، دستور بهشون میدن. وگرنه شما خیلی کنید علکی مایی 150,000 دلار 200,000 دلار تو حساب اینا بیا، بعد بیان قیافه علی گلابی بخوشون، یا بعد بخواهن خودشون آدم های قدیس درست کنن و من دارم زحمت همو میکشم، میخوایم همه رو جمع کنیم، میخوایم یه اتحادی بشه. آخه تو چیکار حسنی مردی که بی سواد دوزاری؟ بابا تو چمدون کش بودی تو ایران امیر توپل؟ یا این یکی مرده که احمق شیره یه تریاکی نشسته اونجا همینان بازی چی هایی؟ ای دل اگر عاشقی همینان از پی منقل باش. بابا جمع کنین کاسه کوزتون، شما این کاره نیستین. شما خواهی کنین جای کی نشستین؟ شما کی هستین؟ اصلا کی بودین تو ایران؟ بابا ملت بپرسید از اینا.
آخه تو کی بودی تو ایران که اومدی دولت در تبعید بزنی؟ اگر انا امیرعباس هویدا زنده بود میومد میگفتش که ملت من میخوام دولت در تبعید بزنم، به 5 دقیقه نمیشد 500 میلیون آدم جو دورش جمع میشد. بابا نخست وزیر مملکت بوده تیمسار اویسی اگه زنده بود الان میگفت من دولت در تبعید میزنم، حداقل ارتشیو میرفتم پشتش. جمشید آموزگار گور به گور شده اگه زنده بود آره بوده، بابا نخست وزیر شاه بوده 14 ماه. آخه من که تو چیکاره ای؟ تو اصلا کاره ای نبودی. اون دکتر مصباح‌زاده توی لندن که به اصطلاح بنیانگذار کیهان بود که بعد اومد کیهان لندن رو چیز کرد، اگه این آدم میومد همچین ادعایی میکرد میگونیم بله خب کم شخصیتی نیست، سردبیر شدن و رئیس یه تشکیلات مطبوعاتی قوی تو ایران شدن کم. آخه تو چی کاری؟ آخه عکاس دوزاری، پدر سوخته بازی، وقت کشی. بعد آدم ما رو آدم عذر میخوام گفتم آدم یه سری جانور ما قبل تاریخ بیاری اونجا دیکتاتور بود شد. آقا مشروطه رو رعایت نمیکن، آخه فلون فلون شده. تو بیا برای ملت توضیح بده چرا فقط داری تیتروار حرف میزنی، چرا فقط تیتر میزنی، چه چیز مشروطه رو قبول نکن؟ احزاب آقا، احزاب آقا مردشون اون لب و لوچت رو ببرن که دهن تو با میکنی میشه مثل قاره علی سر. کدوم احزاب؟ کدوم شاک جلوی کدوم یکی از شما مرده شور برده ها رو گرفته بود؟ نهضت آزادی؟ سازمان تروریستی مجاهدین؟ حزب توده؟ توده های همیشه خائن؟ سازمان چریک های فدایی خلق روسیه؟ آخه ما بفهمیم فدایان اسلام؟ مؤتلفه اسلامی؟ سازمان های چپ؟ آخه من بفهمم. آخه من آقا من محمد رضا شاه پهلوی، من میخوام از شما بپرسم ببینم من جلوی کدوم یکی از احزاب شما رو گرفتم؟ پدر سوخته ها، سردر طویله همه تونم زده بودین سقوط، سرنگونی، جنگ مسلحانه، سرنگونی، بمبگذاری. بعد من به تو بیام بگم تو بیا برو حزب درست کن، من مغزم عیوبه. آقا تک حزبی کرده بود، حزب فقط میگفت رستاخیز. خب پدر سوخته از یه جا باید شروع میشد. شما چپیه که میشستین زر زیادی میزنین، مگه تو شوروی ما چند تا حزب داشتیم؟ حزب کمونیست شوروی تموم شده رفت، همه تون هم تمرگیده بودن، همه شون تمرگیده بودن توی کرملین، همه هم پیره مرد، همه هم بالای 70 سال، آلولوف و مولولوف و دروژوف و قلوپوف و لالوپوف و همه شون هم پوفوف بودن، همه شون هم الگولی. ایالات متحده امریکا چند تا حزب داشت؟ دو تا حزب گردن کلوف داشت، تموم شد. انگلیس چند تا حزب داره؟ آلمان چند تا حزب داره؟ بعد شما میخواین آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس و این کشورهایی که 500 سال بزن بزن حزبی دارن، اومدی با شاهنشاه آریامهری که شهریور 1320 یه مملکت اشغال شده دستش گرفته، میخواد در 1300 مثلا 50 30 سال بعد مثلا بگه ما حزب کمونیست داریم، حزب سوسیالیست داریم، حزب پوپولیست داریم، حزب نمیدونم توخمولیست داریم، حزب فلان داریم. رو چه حساب ما این حزب رو داشته باشه؟ بعد این احزابی که درست میشه، آخه بیشعورا، بیسوادا، خائنین. خب من بیشعوری، خائنی، بیسوادی، آخه من میگم با شماها آقا ملت با اینا نمیشه حرف زد. بابا اینا جاسوسن. وقتی که توی اون مملکتی که شاه بود میخواد الان حزب بزنه، همین الان شاه رو اصلا بذارید کنار، آدم بد، همین الان ایران رژیم عوض شد، هر رژیمی شما دوست دارید، رضا پهلوی هم نمیخواد، مشروطه هم نمیخواد، جمهوری مورد نظر شما، جمهوری اسلامی رفته الان یه جمهوری گل و بلبل خیلی آیم تیبلی الان اومده تو ایران، دیگه از این بالاتر نه. تمام شما جمهوری طلبان هم رفتیم تو ایران، ما که نمیایم، اونجوری تیبلی از مملکت نیست. خب اگر مردید همین الان بعد جمهوری اسلامی، ببخشید گفتم اگه مردید اصطلاحا میدونم نیستید، اگه مردید همین الان که جمهوری اسلامی رفت برید تو ایران حزب درست کنید، برید درست کنید دیگه. میدونید چه خر تو چمنی میشه تو ایران؟ بعد شما توقع دادی در زمان شاهنشاه آریامهر در جنگ سرد در کشوری که 5-6 سال تحت اشغال بوده و پسمانده هاش که امروز تبدیل میشن به علی تجزیه هنوز تو مملکت جاپا داشتن، یعنی خیال نکنید چون پیشوری مرد تموم شد مثلا قائل آذربایجان خوابی، تصور نکنید چون قاضی محمد اعدام شد مسئله کردستان حل شد، تصور اینا نکنی، اینا جاپا داشتن، فقط قاضی محمد که نبود، اون 500 تا بچه خودش به جا گذاشته بود. بعد شما توقع دارین تو مملکت شاهنشاه آریامهر بیاد حزب بزنه، که بزنه. خب از کجا باید این احزاب درست بشه؟ از داخل مملکت. کیا باید برن بشن دبیر کل و نمایندگان اون حزب؟ ایرانی‌ها باید بشن دیگه. آره کیا بودن این ایرانی‌ها؟
مهندس مهدی بازرگان چه کاره بود با پول ملت ایران در دوره اعزام اولین دوره دانشجویی توسط رضا شاه بزرگ به اتفاق کریم سنجابی رفتن فرانسه؟ چی کاره شد در فرانسه؟ شد عضو انجمن اسلامی، مردی که تو پاریس نماز میخون. بزرگترین افتخارش خودش گفت، بزرگترین افتخار من این است که در کنار حضرت آیت الله عظما امام خمینی رهبر عالی قدر نخست وزیر موقت اسلامی میشه. اینا فیلمش برید نگاه کن. اینا بودن دیگه. کریم سنجابی کی بود؟ افتخار نوکری انگلیسا رو پیدا کرد در وقتی که در فرانسه بود، رابطهش ایجاد شد با ایرانیان چپ در آلمان و آلمان شرقی، رابطه ایجاد شد با شوروی، خوشش نمیاد، دید مایتیله نمیرسه، خودشو چسبوند به انگلیسا. تا سال 1977 افتخار نوکری انگلیسا رو داشت، 1977 رفت به سمت آمریکایی‌ها. چرا؟ چون کارتر اومد سر کار، پول بیشتری بهش داد. یعنی آقا عشق میکرد که هم نوکر انگلیسی هست هم نوکر امریکایی هست. کریم سنجابی از ایل سنجابی، بچه ایران بوده دیگه. بچه کجا بوده؟ کریم سنجابی متولد کجا بوده؟ تو ایل سنجابی متولد شده بوده دیگه، توی بصره به دنیا نیومده بود که. پسر شیخ مهدی بازرگان کجاست؟ عبدالعلی بازرگان کجاست؟ کاسه گدایی گرفته تو دستش داره راه پدر بزرگوار درشک سوارشو میره. کجاست؟ دم در حزب دموکرات امریکا کاسه لیسی داره میکنه. دروغ میگم؟ عزت الله انتظامی و ید الله انتظامی کی بودن؟ صبح تا شب خودشون گفتن، خودشون گفتن صبح تا شب منتظر بودیم ببینیم که سفارت انگلیس چه نقشه هایی کشیده، چه سیاست هایی داره. یعنی مؤدبانه منتظر بودیم چه دستوری به ما میده. شما میخواستی حزب بزنید دیگه. خب حالا شاه بعد شاه رفت، مگه حزب نزدی تو ایران؟ مگه نهضت آزادی درست نکردی؟ نهضت، اگه تو ریگی به کفش دین چرا میخوای بگی نهضت آزادی؟ حزب آزادی ایران، حزب سوسیالیست ایران. نهضت چرا؟ چون هدفتون همش سرنگونی بود، هدفتون جنگ مسلحانه بود، هدفتون پدر سوخت بازی بود، هدف شما فقط سرنگونی پهلوی بود. این در دستور کار بود و خودتونم میدونید. همین الانم هم پهلوی ستیزی در دستور کارتونه. هیچ هدفی شما ندارید. شما نه برنامه اقتصادی دارید، نه برنامه سیاسی دارید. این حسین لاجوردی، حسین دوزاری بیشعور بیسواد، نوکر ابدی انگلیسا، اون عباس شاخانی آدم احمق بیسواد توده‌ای که حکم اعدام بهش دادن افتاد رو دست و پای شاه، علازت گفت ببخشش مردکه رو. این یارو اسمال بزاز بیشعور، یه کارگردان دوزاری تو ایران ورشکست شد، خرد زمین بانو پوری بنا زیر دست بارش گرفت. من همه اینا رو میدونم. زنده یاد رضا بکمردی زیر دست بارش گرفت، سر جنگ مردان سحر. یه آدم بی سواد احمق، من نمیدونم نمایشنامه نوشتم تو هیچ پوخی نبودی مرد که من بچه‌م مملکتم سینمای ایرانم قشنگ میدونم چه خبره. هنر ایران و ورزش ایران آرشیوش پیش منه. آره کم آوردی به من بگو تا بهت بگم. دیگه کیا بودن؟ باند مسعود رجوی، بچه 20 ساله، نفهم یا تروریست، نوکر خودش و خانواده کسافتش، خانواده بیژن جزنی، همشون وصل بودن به سفارت شوروی. یارو ننه مریم کیه؟ مریم عزدانلوی قجر. چی کاره از ننش از پسمونده های قجر؟ ننه بزرگ چی کاره بوده توی اون یارو بخش زنان و زایمان باند احمد علاف بوده؟ همه تون همینید بابا. بیاید به مردم بگید پدر مادراتون کی بودن، کریم سنجابی کی بوده، فروهر کی بود؟ از ساعت 8 صبح تریاک میکشید تا 12 ظهر میاد میشه سو صفی علی شاه، ادای مصدق رو در میورد، دستشو میزه زیر چونهش، بعد میگم علی گویم علی. اینو که من دیگه با چشم خودم دیدم. اینی که دیگه نمیتونی ماسمالی کنی. خب صفی علی شاه هر شب جمعه اونجا بود، من که توپ توپ از نوک پاش تا نوک سرش بود گند تریاک میداد. من که برای همین هم بهتون سیبیل میزدی. اگه مرد سیبیلاتون رو بدارشین، مردونگی به سیبیل نیست. مردونگی این نیست که چون پسر به دنیا آمدی حتما مردی، نه، مردونگی باید مرد باشی. فقط این نباید که تو مذکری نگم خروش دوست. مردونگی یه شاخصایی داره که رد کارتون نیست. بیشعوری، بیسوادی، بیسوادی. شماها نه دنبال آزادی ایرانی، نه دنبال برگزاری قوانین مشروطیت تو ایرانی. شما قانون اساسی مشروطیت هم نخوندید. دروغ میگید چون اعتقادی به مشروطیت ندارید. شما همتون دنبال مشروعه هستید نه مشروطه. چون مصدق خودش گفت، مصدق میگفت چه ما بخواهیم چه نخواهیم مردم ما مسلمانن. بسم الله الرحمن الرحیم. مصدق کسی بود که بغل دست کاشانی نشست سیگار کاشانی رو روشن کرد. این خیلی معنا داشت.
و گفت خیلی دوست داشتم که با آقای کاشانی کارهایی بکنیم. یه دیدی کاشانی واسه بادم در نکرد، چون انگلیس گفت بسشه دیگه، بسته دیگه، خیلی پررو شده، نوکرید، عاملید، خیلی اسناد 28 مرداد هست، یکی دوتا تیکه شما واسه تون رو کردید، بقیهش باشه تو تهران، بلایی به سرتون تو تهران تو میدون شهیاد بیاریم که مرده و زنده تون جلو چشماتون عربی برخصن. هممون منتظریم با شام و شیرینی خدمتتون به سر به شام و شیرینی لنگم بروش دوزبا رفقا تشریف بیاری، حتما تشریف بیاری. من مواظبتون میکنم، میز واسهتون چیدیم، امن و تریاج عرق ورق مرق همه چی اون تو هست، بین بخواه میال کنی چادر زدیم برای تو، شما مردش باشین باشین بیاین. با چی طرفین؟ با چی طرفین؟ بذر میانپرستی کاشته شده، تموم شد. این ملت رو دیگه خدام نمیتونه ساکت کنه. جو فروش کیه؟ کاخ سفید چیه؟ این بازی ها چیه؟ همش بازیه. شماها همه دارید وحکشی میکنید که تایم 50 سال جمهوری اسلامی تموم بشه. شما 8 سال دیگه فرصت میخوای. 8 سال دیگه حالا با برجام معلوم نیست نشستن ننشستن. جمهوری اسلامی گفت من دارم اتم درست میکنم. اسرائیل گفت میزنم آ. رفتیم تو ماه آپریل، اسرائیل گفت بدطوری میزنم ما، جمهوری اسلامی گفت اگه مردی باشه بیا جلو، آلمان گفت آقا این حرفا چیه، اورشلیم تهران فدات بشم بیا سوئیس ماچ بده، شدیم سپتامبر. شما دارید وقت کشی میکنی که 50 سال تموم بشه. چرا؟ طبق تمام قوانین روانشناسی رضا پهلوی و نسل من، ما متعلق به نسل ایشونی، ما بریم بالای 65-6 سال تمام فاتحه مشروطه رو تو ایران بخونیم. من میدونم شما دنبال چه بازی هستین که بعد ایشون رو به عنوان پدر مملکت مثل ظاهرشاه سوار هواپیما بکنید ببرین تهران، بعد با یه هلیکوپتر ببرین بذارینش توی اون کاخه. ایشون هم خب دیگه سن و سالی ازشون رفته، دیگه چند سال بیشتر نمونده به 70 سالگی، مملکت باید درست بشه. و حالا منم فرض کنید شدم شاب و فلان و میسار و اینا، جمهوری طلبانم گل ببرن برای ایشون و تعظیمم بکنن و دست ایشون رو ببوسن و همون گریهی که بختیار در فرودگاه کرد از اون گریه ها هم بکنن، و بعد ما بگیم که نگاه کن جمهوری خواهم داره گریه میکنه، سر آرامگاه پدرم بره و آریا مهرم برگردونن ایران و بارگم درست کنن و ما یه سالی هم این کارو بکنیم، تموم شد، ایران شد جمهوری. فوتینا دستاتونو خوندین، یک راه بیشتر برات نمونده انگلیس، همون دستوری که لندن به اورشلیم داده ایرانو بمبارون اتمیش کنید همه رو بکشید، بعد میشه جمهوری. گرفتی جناب آقای نتانیاهو؟ فرمودن بله. این دستم رو شد. خیال نکنید ما عبداللهی بابا جون، اورشلیم، لندن، برلین، پاریس، مسکو، پکن، واشنگتن، توکیو، سیدنی، کامبرا، اوتاوا، برزیلیا، بوینس آیرس، دیگه کجا مونده بگم، ریاض، آنکارا، مرد شب، مرد نیمه شب، مرد دم صبح، گوش کنید دنیا، گوش کنید، ما ایرانی هستیم و آریایی، ما باهوشترین ملت روی دنیاییم، ما باهوشترین، با ذکاوتترین، تیزترین، داخل پرانتز باز، پدر سوخته ترین، پرانتز بسته، ملت دنیاییم. ما خودمون ختم قماربازای عالمیم. 400 تا مثل شماها رو ما رای میکنیم به جای قناری میفروشیم. اگرم بیشعور بودیم کشیده 57 از همه ما دکترا ساخت. یعنی اگه سال 57 همه ملت ایران کلاس اول اکابر بودن الان هممون دکترا گرفتیم، پروفسور شدیم، راستازی استاد شدیم، استاکار شدیم. از این مانورام، از این چوسیا برای ما در نکنید. ما خودمون چوسفیل زیاد خوردیم تو ایران. خب این قسمت آخرش هم قشنگ تهرونی طرف جوادیه بهتون گفتم، همه نوع بازی موجود است. حالا بگرد تا بگردیم، یا ایران درست میشه، پهلوی میاد، پادشاهی میشه، یا نمیذاریم آب خوش از گلوتون تو دنیا بره. حالا نمیذاریم چجوری بره اونو دیگه خود دانی. فعلا که 40 سال امنیت دنیا رو دیدید که چی شده. محمد رو لولو برد با ساک بشینی تو پان امریکن، توکیو، لندن، مادرید، روم. از این شهر به اون شهر فقط نیم ساعت راه، 40 ساعت میگردنه تو فرودگاه تا چشمتون کور بشه.
چند نفر دیگری میخواییم بکشیم؟ چند هزار ایرانی دیگری میخواییم ترور کنیم؟ چند میلیون دیگه از ماها رو میخواییم ترور؟ منم گرفتید کشتید. من کارمو کردم، جاوید شاه تموم شد. خدام دیگه جاوید شاه رو دهن ملت ایران نمیتونه بگیره. این جاوید شاه رو فریدون فرخزاد، استاد فریدون فرخزاد آورد، کشتینش، خوابید، دیدی مجددا شاگرداش اومدن و از زیر خاک کشیدن بیرون. چند سال دیگه میخواستین این کارو بکنید؟ جاوید شاه رو از ما نمیتونید بگیرید. بذارید راحتتون کنم، لگم فروش دوز ابر ابله عالم، یه طویله نجاست. خوب گوش کن، خودتو رفیقا آشغال، یعنی معذرت میخوام سطل آشغال، چون آشغال که کثیف میشه. خوب گوش کنید، پهلویسم در ایران حک شد تو مخ همه ما، دیگه از مغز ما بیرون نمیاد، تموم شد. امکان ندارد که پهلوی بمیرد. پهلوی به شرطی میمیرد، فلسفه پهلویسم به شرطی میمیرد که ایران بمیرد. پس ایرانو بکشید، نه ایرانی رو. 80 میلیون که ما بیشتر نیستیم، میخوای بیشترش کنم 100 میلیون. شما 100 میلیون ایرانی رو بکشید، ایرانو که نمیتونید بکشید. ایرانو که نمیتونید، ایرانو میخوان چیکارش کنید؟ میخوان چند هزار تیکش کنید. تا موقعی که دست از این پدر سوخته بازی همه تونم مقصرید، همه تون. خیال نکنید من هیچ تخفیفی قائل میشم. بجز کشور مصر، بجز کشور مصر، تمام کشورهای جهان در تخریب ایران و کشتار ملت ایران سهم داشتن. یکیشون 1%، یکیشون 100%. انگلیس و روسیه و حزب دموکرات امریکا 100%، آلمان 90%، فرانسه 90%، آلمان 80%، چین 70%، ژاپن 50%. همینطوری درصد ها پایین، ولی هستید. حتی سنگاپور 0.5%. همتون در کشتار و تخریب ملت، کشتار ملت اینا و تخریب کشور اینا سهم داشتید. به شرافت بشری سوگن، تک به تکتون رو تلافیشو ازش در میاریم، تلافی رو از تک به تکتون در میاریم. کاری میکنیم این زمان شاهنشاه آریانومه، تک به تکتون رهبرانتون بیان تو ایران، برن در برابر آرامگاه رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ گل بذارن، تعظیم کنن، بگن ما به اتفاق کشورمون، به اتفاق دولتمون پهن خوردیم. نه کشورمون، دولتمون پهن خوردیم. ما قبول میکنیم که در این کشتار سهم داشتیم، سهممون هم میپردازیم. انگلیس باید غرامت جنگی به ما بده، روسیه باید به ما غرامت جنگی بده. اگر این حرفای من یه روزی عمل نشود، هر چی میخواییم به من بگید. ما ایرانی هستیم، آریایی هستیم، دیگه نذارید بقیهشو بگم. ما نژاد سامی نیستیم، ما نژاد بربرها نیستیم، ما پشتون نیستیم، ما روسای سفید نیستیم، ما عثمان نیستیم، ما یونانی نیستیم، ما نژاد آفریقایی نیستیم، ما نژاد زرد نیستیم، ما نژاد دورگه نیستیم، ما سرخ پوست نیستیم که پوست سرمونو بکنید، پوست از سر تا ماتتتونو میکنیم. ما سفید اروپایی نیستیم. خیلی راحت بهتون بگم، ما آریایی هستیم. زبان نیمی از جهان و نژاد نیمی از جهان گره خورده با ایرانیا، با آریایی ها. حالا هر فکری دارید برید بکن. من ملایم ترین و سوسول ترین آریایی هم که اینجا نشستم. و سلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. حالا تو بقیشم بیم بگیم جناب مهندس لطف و محبت بفرمین 4 تا عکس، 1, 2, 3, 4 اونا رو لطف کنید. ممنونتون میشم که کارمون هم همینطوری ادامه بدیم که ما بفهمیم آخه 42 سال پیش چه اشکالی تو اون مملکت بوده که یه ملتی میاد تو خیابونا و میگه تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. خب شاه هم که کفن شد، چرا وطن وطن نشد؟ شاه یه نفر بود کفن شد، تا الان نزدیک به 5-6 میلیون ایرانی هم کفن شده. اون یه نفر 5-6 میلیون هم با خودش کشید زیر خاک. درود به روان پاک آریامهر، لعنت به روح مصدق و خمینی. آب بوی گلاب میگیره، اسم آریامهر رو میارم. خانم آقایون، از کجا به ناکجا رسیدیم؟
شاهنشاه آریا مهر اولیاعظم شهبانو فرای پهلوی در دعوت رسمی به کاخ سفید، اونم کندی و اونم همسرش و اونم احترام و عزت و تشکیلات. اینو تو مغزتون حفظ کنید. اون پایینم جمهوری فوق العاده قوی مصدقی ها و توده ای های همیشه خائن این جمهوری رو آوردن تو ایران. اون جواد نلبند، اون ارازل اوباش چاقوکش هم که میبینید همشون هم بوی آقل و گوسفند و بوی پهر میدن، اونا مهمانان ویژه جمهوری اسلامی علی شیره‌ای هم به اونا میگن طالبان. کسانی که اسمشون تو دنیا به عنوان تروریست های حرفه‌ای ضبط شده و دنیا میدونه که طالبان که 11 سپتامبر رو درست کرد و نقش مهمی داشت میره تو جمهوری اسلامی میاد، بعد جو فروشه میگه کامان پلیز دم در سوئیس فقط به پر روغن ریختن نخوری لیز، میخوایم با هم گفتگو بکنیم خیلی تیز. جناب مهندس دومیرم لطف بفرمایید، ما میخوایم بدونیم چرا انقلاب شده، شاه دیکتاتور چرا مشروطیت رو چیز کرده زیر پا گذاشته. سمت چپ این نظامی تیمسار علی نشاط نمایانگر یک تیپ ارتشی ایرانه، ارتش شاهنشاهی. خب لباس نظامی هم پوشیده دیگه، لباس شخصی که نپوشیده دیگه. تیمسار زنده یاد علی نشاط، فرمانده گارد جاویدان، گارد شاهنشاهی که به جرم میهن پرستی توسط سازمان تروریستی مجاهدین کمونیستا تو زندان قصد به رگبار مسلسل بسته شد. تیر خلاص هم مصدقی ها زدن تو سرش. یکی از پاک دامنترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران با لباس نظامی، کفشاشو نگاه کنید چه برق میزنه. نخیال کنه واسه خاطری که عکس بگیره اونجوری بوده ها، نه، اینا باید اینطوری میبودن، باید اینطوری بودن، اینا ارتشی شاه بودن، باید اینطوری تره تمیز و ببین چقدر سرحال. سمت راست پلیس جمهوری اسلامیه، اونم ارتشی جمهوری اسلامیه. تیپو میبینید ماشاءالله، ببین چه جورابی داره، چقدر خوشگله. من از راه دور میبینمش عین لگن فروش دوز میمونه، منتها این جورابش تو راخه چون بیچاره مهد خدا تو جمهوری اسلامیه، این این جورابش بعضش خوبه به خاطر اینکه پول از انگلیس میرسه. این دو تا عکس رو داری، اولی رو دیدی، دومی رو دیدید، حالا بریم سومی رو نگاه کنیم. جناب مهندس لطف بفرمایید شماره 0. این الدنگو میبینی؟ این بهش میگفتن ابتهاج. چیکاره بود؟ شاعر بود تو ایران، شاعر چپ. خب معروف بود به ه الف سایه، اینطوری خودشو معرفی میکرد، ه الف سایه. قیافه دیدی؟ این مردشور برده رو، همون که امثال شهریار قنبری خیلی میگن بهش میگن استاد، با هم خیلی تلفنی زیرا بیرفتی، چون ذاتشون چیز دیگه، ذات اینه. جناب مهندس عکس بعدی رو لطف بفرمایید شماره 4 رو. بله خب اون عکس رو دیدی؟ هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه. این بی پدر و مادر یکی از دشمنان پهلوی بود که نمیدونید امثال همین علی منقلی زیر علم این چجوری سینه میزدن که روشنفکر، شاعر، خیلی بدجوری شاعر خیلی قویه. اصلا این وقتی شعر میگفت نمیدونید محمد شمدوز چی کار میکرد. محمد شمدوز رفت به عیادتش تا کمر خم شده بود و دست بوسید، پا بوسید، خوزه، هر چی لازم بود بوسید، چون دست به بوسه محمد شمدوز توپ توپ بود. به مناسبت ورود خمینی به ایران، هوشنگ ابتهاج ه الف سایه ببینید چه شعری خونده، صفحه اول روزنامه کیهان 12 بهمن 57، یعنی ورود بیمار روانی. شاید این در به گشایی، شم بیاری، عود به سوزانی، خلاصی یه کارایی بکنید، امام داره میاد. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. چرا اینا رو بهتون نشون دادم؟ که یه زمینه فکری براتون حاضر و آماده باشه. شاهنشاه و اولی حضرت دیدی؟ طبقه پایین یارو طالبان و جواد نلبند رو دیدی؟ بله. بعد تیمسار نشاط رو دیدید و یارو پلیس چیزه رو دیدید؟ جمهوری اسلامی رو؟ بله. بعد ابتهاج رو دیدی؟ روشنفکر بود، خیلی بد جوری هم روشنفکر بود.
نمیدونید زیر علم این سینه میزن چه رقابتی بود بین اینو احمد شاملو. اون شعر میگفت این شعر میگفت، تو ماچ بکن بماچ بکن، تو ماچ بکن بماچ بکن. شعرش هم دیدی؟ بله. حاضر آماده؟ حاضر آماده. ما میخوایم ببینیم آخه انقلاب بزرگی که در ایران شد، استفراغ سال 57 که یه تگریش تا واشنگتن هم رفته، از دلش مثلا حاج حسین اوباما و کلینتون و جو فروش میاد بیرون. خب ما بدونیم آخه این تگری که زدن ملت ایران که در دیوار دنیا رو گرفته، استفراغ کره زمین گرفته، خب ما ببینیم آخه دلیلش چی بوده. بله جناب مهندس شماره 5 لطف و محبت بفرمایید. اینی که الان براتون جناب مهندس براتون پخش میکنن، این اوریانا فالانچی کیه؟ این الان من به شما میگم اوریانا فالانچی کی بود. یک خبرنگار ایتالیایی بود، یک خبرنگار زن ایتالیایی که این خانم فالانچی خیلی کلش خیلی بو قرمه سبزی میداد، واقعا به شما میگم خیلی زن شجاعی بود. با اعلی حضرت هم گفتگو کرده بود که خودش در خاطراتش نوشت هر بار با از ایشون سوال میکردم، یعنی از شاه سوال میکردم، فقط میگفت ملتم، کشورم، تاریخم، فلان، فقط از کشورش میگفت. من چنین مرد میهن پرستی ندیدم. یک زن چپ بود، مخالف شاه بودا، ولی وجدانن قلمش هیچگاه نلرزید، شرافت قلمو حفظ کرد. من خیلی هم بدم میاد ازش، چپ بود، خیلی هم زد پهلوی بود، ولی چرا دروغ بگم، قلمش نلرزید، شرف داشت، مثل چپای ایرانی نبود. چپ ایرانی شرف ندارن، نوکرن. چپ بودن اشکالی نداره آقای شهریار قنبری، اسفندیار منفجرزاده چپ بودن اشکالی نداره. همه نباید شاه پرست و پهلوی دوست بشن، اصلا و ابدا. یک کشور باید جونورای مثل شما هم داشته باشه، یک کشور باید مخالف داشته باشه، نباید تک حزبی باشه. به ماها از این اتهامات نمیچسبه، ما میهن پرستیم، مشروط خواهیم، چولای چولای تا چشمتون کورشه من هستم تا بمیریم. ولی منطقی با ما صحبت کنیم، تا باهاتون منطقی و مؤدبانه صحبت کنیم. تن لشا، یک کشور باید احزاب گوناگون داشته باشه، چپ هم باید داشته باشه. اینا زائقه است، هر کسی یه زائقه‌ای داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، تو لباس پوشیدن، تو خوردن، تو انتخاب، هر کسی یه سلیقه. هزاران هزار پیراهن تو فروشگاه هست، تو بری به سلیقت یکیشو انتخاب کنی، دوست بغل دستت میگه این قشنگ نیست، تو چشت گرفته، تو دوست داری. اینا زائقه است، هیچکی نمیتونه به تو زور بگه. مثل مذهب، مذهب زورکی نیست، از پدر به پسر، از مادر به دختر برسه. مذهب آدم خودش باید انتخاب بکنه. چون من پدر مادرم مسلمان اسنا حشره بودن، منم باید بشم. خب چرا؟ خب اونا نمیفهمیدن، منم باید نفهمم، بعد بچه‌م هم نباید بفهمه. پس خب همون نسل اندر نسل نفهم داریم بار میایم دیگه بالام جان. به هر حال چپ بودن اشکالی نداره، خیانت اشکال داره. همین خانم اوریانا فالاچی که دارم بهتون میگم، اینم چپه، اینم تو ایتالیاست، ولی ایتالیا رو نفروخ، برای ایتالیا شعر سرود و عاشق تاریخ ایتالیا بود، عاشق ونیز بود، عاشق فلورانس بود، عاشق آثار باستانی روم بود، شرف داشت، یه ایتالیایی با شرف بود. حالا مصاحبهشو گوش کنید. جناب مهندس خواهش میکنه. زمان ملاقاتی با آیت الله خمینی هماهنگ کرده است. فالاچی پذیرفته است تا برای انجام این مصاحبه چادر به سر کند. همزمان با شروع مصاحبه، صدای جمعیت مشتاقی که بیرون از ساختمان برای رهبر انقلاب فریاد می‌کشند به گوش می‌رسد. فالاچی از آیت الله خمینی می‌پرسد شنیدن این فریادها چه حسی به شما می‌دهد؟ آیت الله خمینی ابراز احساسات مردم در طرفداری از او را بسیار خوشایند می‌داند و آن را نشانه حقانیت انقلاب معرفی می‌کند. اما فالاچی در ادامه به او میگوید در ایتالیا هم مردم همین گونه برای موسولینی فریاد کشیدند و مدتی بعد فاشیسم در آنجا مستقر شد. آیت الله خمینی در پاسخ فاشیسم را محصول جوامع غیر اسلامی میداند و میگوید مردم ایران مسلمانند و فاشیسم در اسلام جایی ندارد. فالاچی در بخش دیگری از مصاحبهش در مورد مسئله حجاب میپرسد چرا زنان را مجبور میکنید که خود را در زیر لباسی که پوشیدن آن مشکل و بیهوده است مخفی کنند؟
آیت الله خمینی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایتالیایی میگوید لباس ما به شما ارتباطی ندارد. اگر شما حجاب اسلامی را دوست ندارید، مجبور نیستید آن را بپوشید. در همین لحظه روزنامه نگار ایتالیایی چادری را که بر سر کرده بود از سر بر می دارد. آیت الله خمینی با دیدن این صحنه بدون گفتن کلمه ای اتاق را ترک می کند. اوریان فالاچی که موفق نمی شود جواب تمامی سوالات خود را از آیت الله خمینی بگیرد، این بار به سراغ نخست وزیر دولت موقت می رود. فالاچی با توجه به قدرت روزافزون روحانیون در کشور، نظر نخست وزیر دولت موقت را درباره جایگاه آیت الله خمینی در حکومت می پرسد. بازرگان در پاسخ خمینی را به سرپرست خانواده‌ای تشبیه می کند که می خواهد به هر کس سهمی در اداره کشور بدهد. فالاچی از سهم خود مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت در اداره کشور می پرسد. بازرگان با اذعان به ضعف دولت موقت می گوید نقش من در اداره کشور سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اول اسامی بچه‌ها رو بگم، لطف و محبت کردن. آقا رضای گل همگام با پادشاهان پهلوی $100، درود به شرف، دمت گرم، زنده باشی. جهش از بوستون $30، دست درد نکنه، ممنونتم. آقا پیمان از فلوریدا $100، همرزم ما، دست درد نکنه آقا پیمان گل. بانو نانسی $40، دستش درد نکنه، همرزم ما. دیوید از ترکیه $50، دست درد کن آقا دیوید گل، بچه های همرزم میهم پرست، درود به شرفتون. بانو مهتاب به سلامتی آقای آریان اتاق فرمان و رضا احمدی $200، دست شما درد نکنه بانو مهتاب گرامی، لطف و محبت کنه، امیدوارم همیشه شما هم سلامت باشید. سرباز دور از وطن $50، دست درد نکنه. هویک آبادانی ولک $50، دست درد نکنه هویک، ممنونتم. آقای اسماعیل شجاعی هم $20 از پهلوی باستان تا پهلوی نوین، درود به شرفتون. زنگ بزنید بچه‌ها، وقت دارید. دم همتون هم گرم، دست همتون هم درد نکنه. این جوریه. آبادانی، آشوری، نیوزیلند، کانادا، نانسی، رضا، نمیدونم پیمان، این جوری بچه‌ها جمع میشن. خب کجا بودن اینا؟ اینا بودن، سر جاشون بودن. خب موقعیت نبوده بابا، از بس نتیشی سر ملت کلا گذاشتی، از بس مردم رو آواره و چیز کردی، از مبارزه از بس نشدن، گفتن شاهزاده گفته نمیخوام شاه بشم، آخه نمیخواد شاه بشه، اصلا دوست نداره شاه بشه. خب آقای دکتر میفرمودید 28 مرداد کودتا بود، خیلی بدجوری بود، ننگینم بود، آخه خیلی بدطوری ننگین، اصلا به ننگ داره میباره. خب پدر سوخته 40 سال شما بشین اینا، 40 سال تو به یه توتیه بگو شاهنامه رو واسهش بخون، بعد 40 سال توتی خودش میشینه شاهنامه مینویسه. چقدر شما تو مخ مردم نشستید مزخرف کردید. و اون یارو سعید قائم مقام یه گور به گور شده، گور به گور شده، یارو از تو لجنجلس بهش زنگ میزد، خود ما واسهش برنامه ریختیم، خود ما واسهش زیر پاش پوست خربوزه انداختیم، از بچهای لس آنجلس، بچهای خودمون زنگ میزد. آقای چیز چی بود یا رو آقای قائم مقامی از تهرانم، مثلا رضا هستم از تهران، بگو رضا جان، بگو گزارش تو بده. آقا سر صدا پس سر بچه درست میکردن تدق تدق. آقای قائم مقامی تو رو خدا به شاهزاده بگین، به خدا بگین بیاد وسط دیگه. شاهزاده گوش کن، مردم شما رو صدا میزنن، شاهزاده اعلامیه بسه، بیانیه بسه. ای پدر سوخته وقت واسه شالاتان، فلو فلوش رو سر کارت گذاشتن، چرا داری برت برو میگی؟ من مجبور اینقدر تریک میکشی؟ همین مرد بهش تسلیت گفت وقتی که به گور اسفر و سافری رفتم پادشاه مملکت. اون یکی حسین مهری بغلاسی کی میشه؟ اون یارو امینی کی بود؟ محمد وزخ. آقای دکتر امینی، در روز 28 مرداد شعبان جعفری کجا بود؟
یک داستانی بود این شعبان جعفری، معروف بود به شعبان بیمخ. خانه مصدق رو زدن، پنجره‌هاشو شکستن، لعنت به پدر و مادر خودت و حسین مهری و مصدق اگه دروغه یه بی‌ناموس بی‌شرف. خوشمزه بود، نمد وزا کشیده خوب بود، خیلی وقت بود تو دهنت نزده بودم. همه تون دزدید، همه تون جاسوسید، همه تو نوکری. هر دفعه بیام اینو میگم، مثل خداشا میهن، همه شماهایی که جلو دوربین نشستی دزدی، خائنی، مزدوری، بدون کوچکترین شک و تردید همه تو نوکر شرق و غربی، بدون کوچکترین استثنا. یکیشون که رسما میگه من نوکر شاهزاده عربستانم، دمت گرم علی ساره بود، واقعا شیر مادرت حلالم، یعنی حلال خودت، اشتباه لوپی بود. به هر حال حضورتون عرض کنم که بریم به کارمون برسیم. شاهنشاه حزب نمیزد، این حزب که براتون تعریف کردم خب، که حزب بزنه. با کی باید حزب بزنه؟ با این خائنی؟ بعد تازه درها رو هم باز گذاشته بود، درها بسته نبود. اینا دارن به شماها دروغ میگن، میگن درهای بسته. کدوم درهای بسته؟ دری بسته نبود. اعلیحضرت اومدن حزب رو راه انداختن، اومدن به حزب رستاخیز. اگه چه باید شروع کنیم دیگه، حزب مگه نمیخوام بزنی؟ آقا ما از یه جا شروع کن، اول ببینیم حزبی که خود من دارم میزنم تأسیسش میکنم، همه بچه های میهن پرستن، همه بچه های شاه دوستن، میشه شروع کرد؟ سال 55 علازت نوجوانان و جوان این جمله رو گوش کنی، ما شاهنشاه آریامهر دو بار فضای باز سیاسی تو مملکت ایجاد کرده، دو بار. یک بار از شهریور 20 تا 1332 که بزن بود تو مملکت بود گند گرفته بود، از پاسبون، از مردم اخاذی میکرد و دزدی میکرد تا کارمند بانک، هر خر تو چمن بود مملکت. اگه یه جاهایی هم یه حساب کتابی بود، اونم رو حساب زور و ترس شاهنشاه آریامهر بود، و اگر نه مملکت رفته بود واقعا. شام هیچی نمیگفت، مگه نمیگفت این پدر من دیکتاتور بوده، مستبد، دیکتاتور، قلدر، چکمه؟ مگه نمیگفتین؟ چرا؟ خیلی خوب، من نه چکمه پوشیدم، نه دیکتاتورم، نه قلدرم، نه کن چقدر لاغرم، جمعونم اصلا، کاریم با من نیستم تو کار، هر از چنگایی هم با پول خودم میرم کارخونه چیزی هم افتتاح میکنم، هر غلطی هم دلتون میخواد بکنیم. ترورم کردین، بم جلو پام گذاشتین، به فک و فامیلم فوش دادید، هر چی هم دهنتون در باید به ما گفتید، من که چیزی بهتون نگفتم. بسازید، دیدید هیچ غلطی نتونستید بکنید. یک بار دیگه شاهنشاه آریامهر فضای باز سیاسی اعلام کردن. کی اعلام کردن؟ 1355. کار کشید به چی؟ به افتضاح 57. چرا؟ چون خائنید، چون هدف شما از فضای باز سیاسی این نیست که بیایید و مملکت رو بسازید. هدف شما از فضای باز سیاسی اینه که سردر طویلتون بنیسی، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر نظیم و داس و چکش و تفنگ و فشنگ و سرنیزه و کارد و قمر بذارید اونجا، فقط بکش. هدفتون اینه که برید حمله کنید و پاسگاه ژاندارمری سیاهکل درست کنید. هدفتون اینه که فقط برید بشینید توی خونه این و اون، شروع کنید پشت سر علازاد ریک چیدن. آقا جشنای 2500 ساله مملکت علوی آباد داره. دیدید که صدای این الاغ خراسانو، همشون هم صداشون اینطوریه. چرا؟ چون اصلا 17-18 سالگی پای تریاکه، همشون پای منقله. آقا مملکت علوی آباد داره، بچه شما جشن گرفتید. درست میگم آقای دکتر؟ بله. خب وضعیت نکش، پاس بده بیا این بر، وافور بده این بر، چون آخه وافور میگم دستشون ول نمیکنم مثل علی منقدی. خب ما فقط حلبی آباد داشتیم، استادیوم 100 هزار نفر آریامهر نداشتیم. آره، میدون شهیاد، میدون کفتر بود. آره، اون با توف رفته بود بالا. فرودگاه بین‌المللی مهرآباد نداشتیم، ما هیچی نداشتیم، ما فقط حلبی آباد داشتیم. آره، مسعود کیمیایی فقط دوربین رو میبرد اونجایی که باید ببره، بعد فیلم گوزنا برامون درست میکرد. کرایت رو نبده، صدای گاوه خودش در مورد عنایت بخشی. دروغ میگم؟ شما برنامه ندارید، شما هدفتون فقط زدن ایرانه. شما پهلوی ستیزی میکنید، یعنی دارید ایران ستیزی میکنید، چون پهلوی ایران ساز بود. چطور از روزی که پهلوی از ایران رفت بیرون یه خش رو خش نذاشتید؟
چطور از روزی که پهلوی از ایران رفت بیرون یک قطره آب خوش از گلوی ملت ایران پایین نرفت؟ خدا و قرآن رو میذاریم بغل دست این یارو مرکه آدم کش لبادکار؟ به چی شماها میشه اعتماد کرد؟ به اصلا کدوم یک کار شما درسته؟ از دل شما کی میاد بیرون؟ کمپوزیسیون میاد بیرون به خودش میگه اپوزیسیون؟ که مرکه بشینه به یه تجزیه طلب بگه که یکی از بزرگان اپوزیسیون؟ کدوم بزرگ؟ اگه منظورت شطوره بله بزرگ، ولی ما بزرگی تو این نمیبینیم. یه فخاش چاقوکش بی‌تربیت بی‌ادبی که برای مرگ دختر قاضی محمد داره تسلیت میگه، لگن فروش دوز. تو میدونی قاضی محمد کیه یا نه؟ حالا آقا میدونم یه خاک بر سر دیگه اینه ندونی. قاضی محمد کی بوده؟ آخوند سنی بوده. خب با سنی شیعش کار ندارم، باید دارم تعریفشو میکنم. به من چه سنی بوده، شیعه بوده، حنفی بوده، شاف میکرده، به من از رفتی نهاری چیزا. یه آخوند سنی بوده، چه کار کرد تو ایران؟ اعلام آزادی چیز کرد، استقلال کردستان کرد، گفت اینجا جمهوری کردستانه. لگن فروش دوز میدونی یا نمیدونی؟ پدر سوخه اگه بگی نه دیگه پدر در میان بیجب دور بیمشینی یا چرا آقا؟ خیلی خوب. مگر مهابادو نکرد پایتخت کردستان؟ چرا؟ جمهوری کردستان؟ چرا؟ مگر روزی که جریان قائل آذربایجان وجود اومد نرفته بود دستش گوشون تو دست پیشه‌وری؟ چرا؟ مگر نمیخواستن کردستان و آذربایجان از ایران جدا کنن؟ چرا؟ این یه دختر داشت، دختره چند وقت پیشا گور به گور شده، علی تایزیه رفته به اون تسلیت گفته کار خوبی کرده. بعد این بزرگ اپوزیسیون، کدوم اپوزیسیون؟ اپوزیسیون کردستان عراق که پشتش اسرائیل خوابیده؟ چون تو خودت بیشعوری و خائنی خیال میکنی که ما هم مثل خودت بیشعور و خائنی؟ مردی که دونج حالا دیدی چرا چپ و راست میکنن؟ چون من با خائن، کسی که خیانت به کشورش بکنه، تو میتونی دشمن پهلوی باشی، تو میتونی مخالف پهلوی باشی، تو هر چی اصلا فوش بدید به پهلوی، عقیدت ملت قضاوت میکنه. اما در برابر خائن، نوجوانان و جوانان ایران گوش کنید، در برابر خائنین به کشور و در برابر تجزیه طلبان که اونها هم یه نوع خائن هستن، بایستید تا پای شارگتون. مسئله تمامیت ارضی کشور ما مسئله ناموسی است. هر بی ناموسی راجع به ناموس ایران صحبت کنه، ناموسشو میاریم جلو چشاش آتیش میزنیم. ادبیات حال کردی؟ به این میگن کلام سربازی. من مشروطه خواه گیج خجالتی نیستم اصلا و ابدا. هر کس دوست داره با اینا مؤدبانه صحبت کنه، بنگاه لجن پراکنی بی بی سی برید اونجا با زلفتون بازی کنید، بشین بحث کنید. من اهل بحث نیستم، من اهل بزم نیستم، من اهل رزمم. من اومدم واسه بزن بزن. مردش هستی بفرمی بجلو. مسئله تمامیت ارضی کشور علی تجزیه، مسئله ناموسی مرده و زندت میاریم جلو چشات. به همین صراحت که بهت میگم، خودتو تمام اون رفیقان یارو کاوز که اون یارو مرد که دونگ اونجا نشسته نیم تخت قاضی محمده میزه پشت سرش. اصلا و بعد اصلا دمپر ما میان پرستان نیه، قلم پاهاتون خورد میکنیم. بگرد تا بگردید. ما میدونیم همه شما ضد پهلوی، ضد ایران و ایرانی هستید، پشتتون هم اسرائیل خوابیده. پرچم جدایی طلبی کردستان عراق رو اسرائیل زده، پشت سر جریان آذربایجان اسرائیل خوابیده. من با هیچ خدای رو درواسی ندارم، پا همه چیشم وای میستم. خط قرمز، خط بنفش، خط مین گزارشه. من اومدم دارم میرم وسط مین، چون میدونم کشورم داره به چه مسیری میره. یا اومدم مبارزه کنم کشورمو نجات بدم، یا غلط میکنم جلو دوربین اومدم وایسادم. من نیومدم اینجا براتون شعر و ترانه بخونم. تکلیفم هم باهاتون روشن کردم. خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی. دنبال این بحثام نمیرم. شو مشروطه نبود، شو نمیدونم دیکتاتوری بود، شو حزب درست نکرد. اینا رو بنین واسه خاله خانباجیاتون بگی. در حضور ملت ایران دوربین بزنید، لایو میشینیم، تایم میذاریم، 5 دقیقه تو، 5 دقیقه من، 5 دقیقه تو، 5 دقیقه من. من ثابت میکنم همتون خائنید، همتون بی سوادید، همتون پس دور ازلی. تو ثابت بکن من شاولایی ام. هر چی راجع به من میخواین بگین بی ثابت کنید. هر چی آزادید، هر چی دلتون میخواد بگید. منم هر چی دلم بخواد میگم. قضاوتش هم میذاریم به مردم. تایم هم میذاریم 200 آقا، 200 ملت ما نشستیم با اینا داریم بزن بزن میکنیم. قضاوتش هم با شما. تموم شده رفت. یه داورم میاریم میذاریم، یه داور بی‌طرف.
همون شد، ولی مردش نیستین. میدونی چرا؟ چون هم پشتتون خالیه هم مشتتون خالیه. ما هم پشتمون پره هم مشتمون پره. تموم شد دوران تیغلیشا، تموم شد. ما ازتون مدرک و سند زیاد داریم. شما ایران رو نابود کردید، شما ایران رو به دست خمینی دادید، شما به شاه علکی گیر دادید. شاه هیچ اشکالی نداشت، اشتباه داشت، اشکالی در کار نبود، اشتباه کاره. من الان یک ساعت خورده پیش شما نشستم، 10 تا حرف اشتباه زدم، 10 تا حرکت اشتباه کردم. از صبح تا الان دارم فکر میکنم من 2 تا 3 تا کار اشتباه کردم سر کار. با آدمم حقمه، کامپیوتر که نیست، کامپیوتر بهش برنامه میدی بالاخره یه جا هنگ میکنه. اشتباه با اشکال فرق میکنه. شما که اشکال تراشی میکنی، چه اشکالی در کار بود؟ ساختن اون همه صد اشکال بود؟ ساختن اون همه اتوبان تو ایران اشکال بود؟ ساختن اون همه بیمارستان و زایشگاه و یتیم خونه اشکال بود؟ ساختن اون همه کارخونه اشکال بود؟ ساختن اون همه مدرسه و دبستان و دبیرستان و نمیدونم داروخونه و دانشگاه و چیزای کارگاه های برای چیزای یاد گرفتن کارهای دستی، اینا اشکال بود؟ جشن فرهنگ و هنر شیراز اشکال بود؟ اون سینماهای قشنگ اشکال بود؟ تئاتر اشکال بود؟ هنر تو ایران اشکال بود؟ اشکال بود؟ مسعود کیمیایی ترکون زده بود توش. ساختن اون همه استادیوم ورزشی اشکال بود؟ جوانای مملکت رو از دام اعتیاد نجات دادن و بردنشون تو جام جهانی آرژانتین بازی کردن اشکال بود؟ کشتیگیر و وزنه‌بردار رو بردن تو بهترین مسابقات جهانی مدال برای مملکت آوردن اشکال بود؟ آخه چه اشکالی بود بابا؟ یه اشکالی به ما بگین که ما بفهمیم. اشکال اونجا بود که با پس گردنی علی شیرهی و رفسنجانی میندختن تو زندان. چرا؟ به دلیل اینکه آخوند بودن، لواطکار بودن، سیاسی هم نبودن، به دلیل لواط. آره، تیمسار سپهبد پرویز خسروانی زنده یاد، روانشون شاد، مصاحبهشون موجوده ها، که متاسفانه یکی از این مصاحبهشون با من متاسفانه صداهای ایشون همه توسط دوستان ما پاک شده، از بین رفت. بگذاریم. تیمسار زنده یاد خسروانی فرمودن که اون موقع افسر ژاندارمری بودن، فرمانده هنگ ژاندارمری بودن، بعد برای بچه‌ها داشتن تعریف می‌کردن که یه روزی خبر دادن که جناب سروان یا جناب سرهنگ، حالا خاطرم نیست دقیقاً، یه آخوندی خیلی شروره تو خمینی، همه رو میزنه اینا، خیلی بچه تخصیه اینا. تیمسار فرمودن که من رفتم با جیب، رفتم اونجا، دیدم که آخونده رو، تا دیدم همین خمینی رو، تا دیدم دیدم اخون بچه تخصیه، خیلی اذیت میکنه. اون یه ذره نصیحتش کردم که بچه جان چرا اینجوری میکنی فلان، دیدم نه این بچه تخصیه، دوتا کشیده زدش انداختش تو طویله. تیمسار خسروانی آخوند خمینی رو بعد بردش تو طویله، بستش به میخ طویله، یه شب تا صبح تو طویله خوابون خمینی رو. شما این هستی، اینید، این رهبرتون بوده، همه تونم میدونید ولی نمیایید بگید. چرا؟ چون دستتون زیر کاسه یاروه، چون پول داره بهتون میرسه. کدومتون تا حالا جرأت کردید بیاید راجع به خامنه ای حرف بزنید؟ بجز استاد رضا فاضلی، کدومتون جرأت کردید؟ لگن فروش دو میگه آقای خامنه ای فرمودن، آقای خمینی فرمودن، بعد اینو میذاره رو حساب ادب. مردی که ما داریم مبارزه میکنیم، نه مصاحبه. ما مصالحه‌ای با جمهوری اسلامی نداریم، ما مصاحبه‌ای با جمهوری اسلامی نداریم. من مصاحبه‌ای ندارم که بیام بشم یا آقای خامنه‌ای فرمودن. علی شیره‌ای زر زد، این ادبیاته، این مبارزه است. بی شعور ویلی بران زمانی که آلمانو ترک میکنه میره تو فرانسه، جزو نیروهای مقاومت آلمان آزاد میشه بر علیه دولت فاشیست آلمان نازی، بیا ببین با چه لغاتی راجع به هیتلر صحبت میکنه. به هیتلر میگه آرشلوخ. بچه های آلمانی میدونن معناش یعنی چی. ویلی بران، چرا دارین پرت بلا میگین؟ چرا دارین مزخرف میگین؟ برید ببینید دوگل با چه ادبیاتی راجع به اشغال کشوریش صحبت میکنه. از لغاتی به نام حرامزاده از ارتش آلمان نام میبره، از طریق رادیو صدای آزاد فرانسه از لندن. برید ببینید آدانوها چه لغاتی به کار می‌برده راجع به آلمانی ها وقتی که آلمان آزاد میشه. تو رادیوی آلمان ببینید چه نطقایی میکنه اولین صدر اعظم آلمان. با چی بگه؟ مستر هیتلر، هر هیتلر، اینجوری با بهش صحبت کنه؟ با کثیف‌ترین، با بدترین لغات با هیتلر حرف میزدن. برید ببینید ایتالیا یا با چه جملاتی راجع به موسولینی صحبت میکنن. ما داریم مبارزه میکنیم، نه مصالحه و مصاحبه.
من بگم آقای خامنه‌ای فرمودن، بعد بیان قیافه علی گلابی بخونم بگم آقای خامنه‌ای حالا یک عضو بدنشون هم ناقص، یعنی دست شلاقه، نباید راجع به اون عضوش صحبت کرد. پس راجع به چی صحبت کرد؟ راجع به قوزک بابای تو عرضه؟ همون جاش که ضعف داره باید بزنی. آره باید بهش بگن علی چلاق، تا چشمت کور شه علی چلاق، علی گدا، کثافت. کشور منو آتی زدی، بیش از 5 میلیون ایرانی رو کشتی. مردی که یه آخوند کثافت، پدرتو در میره. مردی که جنازت هم میکشیم روی گل دار، جنازتو خمینی اسکلتشو در میاریم، یک دون از اعضای اون کثافت اسکلتشو آویزون میکنیم به دار که دنیا بدونه ما اسکلتشم دار زدیم. ما جنازه مهدی بازرگان از تو خاک میکشیم بیرون، جنازه مصدق از تو خاک میکشیم بیرون. کثافت های در بده خونه آشغال. زبان مبارزه اینیه که من میگم کشور من رو نابود کردم، به ناموس ملت ایران تجاوز کردم. مردی که یه در بده خونه لگن فروش دزد و سایر اراذل اوباش. آقای خامنه‌ای فرمودن، آقای خامنه‌ای به قبر پدرش خندید، به قبر هزار پدرش خندید که فرمود. خمینی اینیه که من میگم، آن بیمار روانی بزرگ لوادکاران، دیگه نمیذاریم یه امام حسین برامون بسازید. اگر جلوی دهان میهن پرستان رو نمیگرفتن در همون جریان 200 سال سکوت، وقتی که شما سواد ندارین، کتاب نمیخونین، غلط میکنین، به گور پدرتو میخوانید جلو دور میشینید که 40 سال یه ملت بپسید تو لجنی به اسم جمهوری اسلامی. اگر جلوی میهن پرستان رو نمیگرفتن، اگر به بابک نمیگفتن امشب شبیخون نزن، امشب اینجوری نکن، سر نبر، از پشت نرو، از اونجا خنجر فرو نکن، کار به اینجا کشیده نمیشد. اگر نمیشستن راجع به علموت اینقدر زر زیادی نمیزدن، کار به این کشیده نمیشد که اروپا بیاد بنویسه یه مش حشیش اونجا قایم شده بوده. چرا دارین پرت و پلا میگین؟ چرا دارین مزخرف میگین؟ زبان مبارزه زبان یعقوب لیث صفاری بود که شمشیر کشید گفت حالا مرد میخوام کسی عربی حرف بزنه. کاری کرد که هیچ کس جرئت نمیکرد توی ایران بگه سلام علیکم، که در جواب بشنوه علیکم السلام. کاری کرد که همه بگن درود، زبونشون ملت نمیچرخید به درود، اینقدر گفته بودن سلام. زبان مبارزه اینیه که من میگم، شما تاریخو برای مردم عوضی گفتید، از تاریخو برای شما سواد ندارین، فلون فلون شده ها. الان وقت کد و شلوار و کراوات و دستمو یوری بذارم و بیام ساعتمو نشون بدم و انگشترمو مثل حسین چاخوکش نشون بدم و ملت من در فقر، دختر ایرانی داره خودکشی میکنه از شدت فقر، پسرای ایرانی اثر 100 تاشون 50 تاشون روانی شدن، دپرس شدن، بیمار شدن، معتاد شدن. اینا فرزندان اون مملکت. فردا بریم ایران باید جنازه اینا رو جمع بکنیم. بلایی به سرتون بیاریم. ملت ایران، نوجوانان و جوانان، گوش کنید به حرف من سرباز کهنه، گوش کنید، یک دقیقه حواستون رو بدین به من. به دشمنتون رحم نکنید. به دشمنمان رحم کردیم که به این روز افتادیم. به دشمنتون رحم نکنید، رحم نکنید به دشمنتون، نذارید اینا زبانشون به اشد باز بشه. همون چیزی که مسلمان ها میگن، مرده و زنده شون رو بیانید جلو چشاشون، مرده و زنده مون آوردن جلو چشامون، عمونشون ندید. جناب مهندس لطف محمد بفرمایید شماره 6 و 7 رو با هم نشون بدید. اینا دلایل حرفامه، گوش کنید بهتون میگن. چطور میبینید برگزاری جشنواره تو این شهر؟ والا نه تنها نفس برگزاری جشنواره بد نبوده، بلکه اصلا تعطیل کردن سینما ایران کار بسیار غلطی بوده. تعطیل کردن سینماها کار بسیار غلطی بوده. تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه. این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه. یعنی یه برنامه جهانی وحشت که احتمالا با اهداف سیاسی در امریکا و انگلیس طراحی شده، در ایران طوری اجرا شد که به اصطلاح ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم. خسارتی که به بچه ها Do you
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. میدونین چرا این دوتا رو پخش کردم؟ حالا میدونین چرا اینجوری عصبی میشم؟ عصبی نمیشم و واقعا عصبی نمیشم، شاکی میشم که یکیشون دم دستم الان نیست که میزه رو بردم بکن تو مخه نداشتهش. اون بهروز افخمی بود، میدونی که کیه دیگه، کارگردان و فلان اینا، تا همین الان داره نوکری جمهوری اسلامی رو میکنه. بعد من برم ایران بگم که آزادی، دموکراسی، بهروز افخمی، منتقد، سینما، دوربین، فیلم، مهناز افشار، مهران مدیری، محمد رضا گلزار، فیلم گوزنا، تو بمیری، دو مرتبه آش همونه و کاسه همون. 20 سال رضا پهلوی وارث تاج و تخت بیاد ایران و استخونش خورد بشه و درد و داغون بشه و له و لورده بشه، مملکت بسازه، با یه فیلم جوون نسل بعد بره اونجا، بعد بگه که قدرت میای یا بیام، بعد این بشه دیالوگ ملت ایران. سید تو خودتو خاطی نکن، برو بیرو. او این بشه دیالوگ ملت ایران. دروغ میگم؟ تک تک ادای صداهاش هم براتون در میارم، من تقلید صدا خیلی خوب در میارم، دیالوگاش هم براتون میگم، چون دشمنم رو باید بشناسم. وقتی میومد توی دیدی چی میگفت؟ میگفتش که نباید چیز بگیریم کرونا و فلان و اینا، این کارا روشن فکرشون ها. بعد دیدی جشن رو دیدی؟ فقط سه نفر اون تواش دادن از این ماسکو زده بودن، دیدی چه شعر و ترانه میخوان، چه بشکنی میزدن. بعد شهر قصه برامون درست میکردن، بعد یارو توتیه میگفت عجب خریم من، یهو به خره برخورد که گفت ای من اینجا طبق این شناسنامه و سند و مدرک. بعد صداش در اومد گفت کی بود میگفت خرم من، همه جا زدن، چون خره دیگه اومد وسط داستان، خره دجال برامون آوردن دیگه سال 57. میدونستن آقایون روشن فکر قرار 57 چی بشه، میدونستن که برامون در امتداد شب درست میکردن، میدونستن که با پرواز وقتی میکنه آخر فیلم آخرش یارو قش میکنه و بقیه ماجرا، همشون میدونستن، فقط ما خواب بودیم، ما خواب بودیم. آقا خره مگه نمیگو؟ میگفت کی بود میگفت خرم من، شما بودید؟ بعد همه میگفتن نه ایشان، شما بودید نه ایشان، به هر کی میگفت نه من نبودم ایشان بود، همه میدونن گردن اون یکی. آخر رسید به ملاحه که گفت پوز ملاحه رو بزنه، گفت شما بودید؟ گفت نه ایشان. اونم جا زد، چون خر بلند شده بود که دیگه کارو یک سره کنه، خر دور از جون، خر خر دجال برامون آوردن دیگه که کارو به اینجا کشید. میگن توی دیدن یه فیله داره میدوه تو جنگل، فرار میکرد، گفتن کجا میدوی آقا فیله با این عجله؟ گفت شیر دستور داده گردن همه زرافه ها رو بزنن، گفت تو که زرافه نیستی فیلی، گفت آخه این دستور رو به خر داده. ها بعد آقای بهمن مفید که برامون فریاد مجاهد بازی میکنه سال 58، بعد میفهمه چه اشتباهی کرده که انقلاب کرده، میاد خارج از کشور و تازه بعد میگه که اخاب جستم، آبجوش ریخ رو پام، حالا پامو بستم، تازه فهمیدم که یه عمر در کافه ها رو بستم، من خواب بودم، اصلا من مال این حرفا هستم؟ نه دیگه، دیر شده بود، کارو کرده بودی، تازه عذرخواهی هم کردی، بعد رفتی نشستی به غرض محمد علی کشاورز عکس گرفتی، حالا من مال این حرفا هستم؟ اصلا اقدسی در کار نبود، امامی در کار نبود، استقلالی در کار نبود، چرت پرت بود، میخواستن که تو بهمن مفید از لباس کت شلوار درت بیانن، اون بلا رو سر بیان ریش بزنن، فریاد مجاهد بازی کنی. ولی چتون کم بود؟ چی کم داشتید؟ شهریار قنبری چی کم داشتی؟ شعرتی که میگفتی، حشیشتی که میکشیدی، عرقتی که میخوردی، پدرت هم که دوبلر بود داشت فیلم هم بازی میکرد، چی کم داشتی؟ بهروز بهنژاد چی کم داشتی؟ چی کم داشتید؟ همتون چی کم داشتید؟ چه چیزی کم داشتید که میرفتید رو سن بعد ار میکردید؟ چی کم داشتید؟ کم بودتون چی بود؟
چی بود که میرفتی پشتتو میکردی به مردم میگودی من اجازه ندارم این آهنگو بخونم؟ چه اجازه نداری؟ کی اجازه نداری؟ دیگه چی نمونده بود که نخونده بودی؟ بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. دیگه چی میخواستی بگی؟ چی دیگه مونده بود که نگین؟ تو صمد چی مونده بود که دیگه نگین؟ تو ایتالیا ایتالیا چی مونده بود که دیگه نگی؟ کی رو دیگه قرار بود مسخره بکنی که نکردی؟ چه آزادی میخواستید که نبود؟ آزادی گفتار، آزادی خوردن، آزادی پوشیدن، آزادی مذهب، همه نوع آزادی موجود بود، فقط شرف موجود نبود. شکماتون سیر بود که حالا برین سر سطل آشغال، ولی ملت رو فرستادین سر سطل آشغال بی معرفت های نامرد. بعد خودتون اومدین تو لجنجلس خونه خریدید 60-70 میلیون دلار. بعد سر سن میگفتی یا برای همیشه مومن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت. بعد حالا بگی آخرین سنگر سکوته؟ بعد اسم خودتون رو بزنی خواننده های سیاسی با شرف؟ بعد اون یکی بگه یه دیواره که پشتش هیچی نداره؟ از کجاش دیگه بگم؟ جناب مهندس لطف محبت بفرمایید. اون دیدید؟ حالا یه بزم قشنگ میخوام بهتون نشون بدم. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 8 نشون بدید. خانه خراب است آقا جان. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. ثمره 40 سال، بیش از 40 سال، روند حساب کردم گفتم آدینه از همه ببرم زدم سر مال، ثمره 4 دهه انقلاب استفراغ شکوهمند روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی بزرگ لواطکاران و شریکش علی شیره‌ای با همکاری شرکا به ترتیب اجرای نقش 1 مصدقی های ایران بر باده، 2 توده‌ای های همیشه خائن، 3 کمونیست های جهان وطن، 4 سازمان تروریستی مجاهدین، 5 سازمان چریکای فدایی خلق روسیه و سایر اراذل اوباش و روشنفکران و سایر دشمنان قسم خورده ایران. این است که دارید میبینی. حال کردی دریا کشی رو جای علی منقلی و برام شطور خالی، که این بشینه بگه ای دل اگر عاشقی در پی منقل باش، اونم بیت دوم حال بده، میگه بر سر منقل نشست در پی زغال باش. بودم شعر مردم کم و کس نیاره برام شطور نانی که. خب بعد من بیام بگم آقای خامنه ای فرمودن اگه اسم من مزدور نیست شما با میگین اسم من چیه؟ آقای جمشید از فیلادلفیا 50 دلار، سپاس از شما آقای جمشید عزیز، درود به شرفت. آقای جلالی از کانادا 100 دلار، درود بر شما آقای جلالی عزیز، لطف محبت کردید، سپاس از شما. خواهان پهلوی دمت گرم 100 دلار، ای والله درود به شرفه. بانو مهین سن خوزه امرزم عزیز ما 100 دلار، دست درد نکنه بانو مهین گرامی، لطف محبت کردید. آقا یه 10 دقیقه یه روبی وقت داریم اگه میتونی زنگ بزنی. دو زنگم دو زنگه نگر دارید سنگه رو، هیچ کسو نداریم، بدبختیم بدبختیم، خیلی بد جوری بدبختیم، به هیچ کس نگید، بین خودمون باشه، بدبختر از ما نمیتونید دیگه پیدا کنید، از ما میان پرستان. 40 سال فوشمون دادن، اعدامه مون کردن، تیربارونمون کردن، شکنجمون کردن، اسید تو صورتمون پاشیدن،
تجاوز بهمون کردن، مادر و پدر رو گذاشتن پشت شیشه، گفتن نگاه کن با دختر پسرت داریم چیکار میکنیم، به شرفم اگه دروغ بگم، بعد به پسر و دختره رو گذاشتن پشت شیشه، گفتن نگاه کن با ننه بابا داریم چیکار میکنیم. تجاوز پشت تجاوز، جلو چشم پدر پسره از چیز اومده، از زندان آوردنشون بیرون، پسره از زندان که اومد بیرون رگش رو رفت تو همون با تیغ چیز تیغ ریشتراشی زد. نمیدونه با جوان 19 ساله جلو چشم به پدر مادرش آبجیش تجاوز کردن، نمیدونه روانی میشد تا آخر اون کرده میدونه زندگی کنه. دخترم خودکشی کرد یه خونه. این یه دونشو دارم بهتون میگم، یه دونست دارم بهتون میگم، آشناس میشناسمش که دارم میگم. بله، جرم چی بود؟ بهایی. بهایی های ما رو نگاه کن خارج از کشور، ما در سیاست دخالت نمی کنیم. هنوزم کلید کردن به امیر کبیر. بعد لگن فروش دوز میگه من با اون قسمتی که امیر کبیر بهایی ها رو کش مخالفم. آخه بیشعور، بیسواد، ابله، نادان، احمق، ازگر، وقتی نخوندی چرا زر میزنی؟ چرا عده علی گلو به خوده؟ چرا باعث میشی من هر دفعه بیام میشه بشینم یکی بزنم اون دندون پوسیده بره تو معده؟ آخه مردشون رو قیافته ببرن. اصلا تو میدونی موضوع بهاییت و موضوع جریان امیر کبیر چی بوده؟ میفهمی اصلا احمق؟ تو اصلا میدونی جریان چی بوده؟ به شرفم اگه بدونی، لعنت به پدر مادرت اگه نه یه جلو دوربین توضیح نده چی بوده جریان. بی سوادید، بی شعورید، نفهمید، هیچی ندارید برای گفتن، هیچی ندارید، فقط میان همین دهنه رو وا کن، تو دهن باز کن، تو تصنیف بخون اگر میتوانی، اراجیف بخون، دارید اراجیف میخونید برای مردم. چرا؟ جمال پول و عشق است، دستور از حزب دموکرات امریکا است. آقا بله، یه چیزایی درست کنید به اسم دموکراسی، یه تلویزیونای ما مایاره میرسونید که حزب مشروطه چارنل دوید رفت واشنگتن، یه 150,000 تا اومد تو جیبش. چی کار که 20,000 دلار تو لندن خرج کرد، بقیش رفت تو جیب یارو. بعد به ما میگه شغلاهی خطرناک، اینا راه شاهزاده رو نمیرن. ما راه شاهزاده رو میریم، بدجوری هم داریم راه شاهزاده رو میریم. ناکن چقدر تمیز داریم میریم، خود شاهزاده به ما گفته باریکلا همینطوری بریم. جوجه رو آخر فروردین میشماره. حالا همه چی عوض شده، یه آخر پاییز نمیشمارن، دوست که آخر فروردین بعد 13 به در میشمارن. همه ما هم دیگر رو میبینیم تو ایران، اینقدر خر تو خر نیست. ملاقات ما میدان شهیار، کسی که پرچم مورد علاقش و عکس رهبر مورد علاقش رو رفت زد روی میدان شهیار، اون ایرانو گرفته دستش. حالا بگرد تا بگردی ببینیم کی میتونه بره بالای میدان شهیار پرچمو بزنه و عکس رهبرشو بزنه. جمال همتون رو عشق هست، بگرد تو بگردی، ما هستیم ولی پس نیستیم. جناب مهندس، شعار بچه ها رو ما مدیون بچه ها نشیم، یه قسمت شعار بچه ها رو 9 رو پخش کنید ممنونتون میشه. بچه شعار نویسی ها یادتون نره. هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه ها شعار نویسی ها رو ادامه بدید، اسکناس نویسی ها رو پشتتون باد نخوره، بنویسید رو اسکناس ها، رو تمام پولا بنویسید، گوش نکنید توی دنیا میدون آقا اینا فایده، اینا رو برش کنید، یه مش آدم های دپرس معتاد، اینا اینقدر از این مواد شیمیایی کشیدن معتاده، کارتون نباشه، اینقدر خودتون اصیل این مزخرفات نکنید، اون چیزی که من بهتون میگم گوش کنید. شعار نویسی ها یادتون نره، تمام ایران رو هر جا دم دستتون میاد بنویسید یک جمله، جاوید شاه،
به مزخرفات این اونم گوش نکنید. یه جمله جاوید شاه، شما این جاوید شاه رو که می‌نویسید میدونی یعنی چی؟ یعنی مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر رفسنجانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر این یکی بی پدر و مادر، مرگ بر پاسدار، مرگ بر بسیجی، مرگ بر نیروی انتظامی، مرگ بر تمامیت جمهوری اسلامی. با همین جاوید شاه قال قضیه رو بکنید. اون مرگ، مرگ که اونا می‌نویسن، اینا اون جریان اصلاح طلب، اصلاح طلب چیه؟ اینا اون جریانه. وارد این بازی ها نشین. آقا چرا منظور مرگ خامنه ای بنویسید؟ ولی گوش کنیم بهتون چی میگم. جاوید شاه، فقط جاوید شاه رضا پهلوی، جاوید شاه رضا پهلوی، نه اجازه ندید اسم پهلوی از بین بره. همه ایران رو بنویسید پهلوی. و در ضمن یه 3-4 دقیقه هم یه صحبتی باهاتون بکنم و خوب گوش کنید بچهای داخل کشور، گوش کنید. رژیمای دیکتاتوری برای حفظ بقای ننگین خودشون اولین ترفندشون ناامیدیه، که ناامیدی رو در جامعه جا بندازن. به خدای ایران سوگند من دارم بهتون میگم، دروغم بهتون نمیگم، من نه به شماها محتاجم نه شما من محتاجی، هیچ آدمی به هیچ آدمی محتاج نیست، ما همه محتاج اون پروردگار اون عالمی، هیچ انسانی به هیچ انسانی محتاج نیست. من کی باشم که شما بخواید من محتاج باشید؟ ولی گوش کنید، من بعد شما رو نمیخوام، دروغم بهتون نمیگم. جمهوری اشغالگر اسلامی رفتنیه، تموم کارش. اینا تایمشون چند سال تموم شده، دعوا پشت خط پس از جمهوری اسلامیه. تمام این دعواهای پشت خط اینه که ما اینا رو ببریم، کی رو بیاریم؟ اینا شما به دلیل اینکه بیدار شدید و جاوید شاه میگید و هنوز تمام سفارتخونه ها میدونن که شما خواهان بازگشت پهلوی هستید، دارن براتون این جنگولک بازی رو را میندازن. حسن نمیبرن، حسین نمیارن، به میگن با اون مصاحبه کن، به میگن این بیا امروز نوبت معصوم قومیه، بعد فردا نوبت نمیدونم نسرین سیتا توده است، بعد نرگس توپله، بعد نمیدونم این فاطمه کماندوه، بعد نوبت بازی سرگرمه که شما اینطوری دارین این بر اونور میدید. اصلا و ابدا ما یه راه داریم، الصراط المستقیم. ما راهمون مستقیم، تکلیف ما میان پرستان مشخصه. یک بلایی بر سر ما سال 57 آوردیم، ما میخوایم دندقه بزنیم بریم سال 57. شامونو بردیم، ما شامونو شاهمونو برمیگردونیم. تموم شد رفت، اونو کشتید، شاه بعدیمونو برمیگردونیم. ایران سرزمین شاهان است و این سرزمین بدون شاه نمیشه. ما پادشاهمونو برمیگردونیم. اصلا نه وارد بازی اعلیحضرت بشین، نه وارد بازی این بشین، اون چی گفت، اون چی گفت. کانال بزنید، همدیگه رو پیدا کنید، اتحاد بین خودتون را بندازید، به هم اعتماد بکنید، همدیگه رو پیدا کنید، اتاقای فکر برای خودتون بزنید، در برابر دشمنانتون بیستین. اینا میان لایو میذارن، همینطور که میان بهتون فحش میدن، بریزین تو اتاقاشون، چپ و راستشون کنید. نترسید، بجنگید با دشمن. یه روز میاد مسئله بحرین برات علم میکنه، همه اینا رو من گوشم تو کانال برید نگاه کنی، همه رو من براتون توضیح داده. ما رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ یک سر سوزن خاک ایران از دست ندادن، به خاک ایران هم اضافه کردن. این دو بزرگوار بهترین بودن تو تاریخ. بچه ها ناامید نشید، جمهوری اسلامی داره ناامیدتون میکنه. ما موندیم، دیدی جافروش اومد، این جافروشی هیچ پخی نیست، این اصلا لغلغوه، این مخ نداره، این اصلا میبینی هیچ خبری هم ازش نی. خیلی داستانا اون تو هست، ولش کنید، گنداش همه میاد بیرون، وارد اون بازی ها نشید. کارتون چشمتون به هیچ جا نباشه، چشمتون فقط به در منزل پادشاهتون باشه. اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، یک جمله بالا پایین نداریم. ایشون شاهنشاه ایرانن، برای ما پادشاه ایرانن، برای ما میان پرستان. اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. این شعار ماست. تموم شد رفت. اسامی بچه ها رو بگم. سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی، سپاس از همه شما خانم ها آقایون، همه شما عزیزانی که زنگ میزنید، محبت میکنید، لطف میکنید، ممنونتونم. مرسی از تشویقاتتون، مرسی از انتقاداتتون، مرسی از پیشنهاداتتون. میخونم، گوش میکنم، انجام میدم، اشتباه میگم، بد میگم، بالا میگم، پایین میگم، داد میزنم، داد نمیزنم. جمل مال ما رو ببخشید، تو رو به خدا ممنونتونی. من با صداقت همین آدمم، بس با صداقتم با تون حرف میزنم، خداییش ببخشید دیگه به خوبی خودتون ما رو ببخشید و اجازه بدید که بتونیم کارمونو با هم انجام، فیلم بازی نکنیم. هی من بیام اینجا بگم اینجوری، بگم اینجوری، بذارید من راحت باشم باهاتون. اومدم تو خونتون، داریم با هم چای می‌نوشیم و با هم داریم گفتگو می‌کنیم. مخلص احواتونم هستم. من هیچ آرزویی ندارم جز آزادی کشورم و بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی پهلویسم به پادشاهی اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. و
بعدش هم اون شما اون مملکت اونا پادشاهتون. کمکی هم دست من هر جا بر بیا خیابونی جارو بزنم جایی و جایی ببرم بگید من در خدمتون هستم. من همیشه سرباز بودم هستم و خواهم بود. یک سر سوزنم از سر جام تکون نمیخورم، اندازم هم همین یه سانت یه سانت و نیم. آره نمیخوام استاد دانشگاه بشم، استاد دانشگاه لجبوری شد دوست میگو یه چاره ندارم یه برم استاد دانشگاه بشم، ولی تو میری دستشویشو گذاشتم استاد دشوی. بعدش هم یه ترانه از رامش عزیزه ولی روز آدینه، ترانه قشنگیه، یادی هم بکنیم از رامش عزیزمون که فراموشمون نشه. و بعدم براتون هفته خوبی رو آغاز میکنم برای شما ایرانیانی که آغاز میکنه هفته چیزو، هفته اولو به اصطلاح شنبه رو در ایران هفته خوبی رو آغاز میکنه، آرزو میکنم براتون و برای شما همینان ازم خارج از کشور. بچه آلمان حواستون باشه، هوا داره خیلی سرد میشه، قراره یه برف و مشتی بیاد، این برفی که سال 1986 من اومدم اومده بود، یه همچین زمستونی تو راه. هر حال موفق باشید، سپاس از حضور از همه شما خانم آقایون، شاد و پیروز باشید. اسامی بچه هارم بگیم و از حضورتون مرخص بشیم. رضا همگام، همگام پادشاهان پهلوی $100، سپاس از شما. جهش از تونس $30، از بوستون میگم تونس، از بوستون $30، سپاس از شما. پیمان از فلوریدا $100، سپاس از شما. بانو نانسی $40، سپاس از شما. دیوی ترکیه $50، سپاس از شما. بانو مهتاب $200، سپاس از شما. به سلامتی آقای آریان، آریان وطنخواب و اتاق فرمان و احمدی، خیلی ازتون ممنونم. سرباز دور از وطن $50، سپاس از شما. آقای جمشید فیلادلفیا $50، سپاس از شما. آقای جلالی از کانادا $100، سپاس از شما. حقوق آبادانی عزیز ما هم از $50، سپاس از شما. و آقای اسماعیل شجاعی هم $20، سپاس از شما. بانو مهین هم سنخوزه $100، سپاس از شما. خواهان پهلوی هم $100، سپاس از شما. همه رو گفتم بله، خیلی هم از همتون ممنونم، لطف محبت کردید. شاد و پیروز باشید. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، همه تون با هم به جنگ تا به جنگیم، همه تون رو میخوابونیم و شاهمون رو برمیگردونیم. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه. پاینده ایران. جاوید شاه. شبهای غمگین نمیگم از لحظه های سرد و سنگین، نمیگم مرسی های قربت و غم برای گذشته ها
وسوسه عشق برای قلب تو دلدار، میگم از شکوه خوب لحظه قشنگ دیدار، لحظه قشنگ دیدار.